بفرما. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما شرکت کنندگان محترم در این جلسه و همکاران گرامی، امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز پنجشنبه 21 جولای 2022 مصادف با 30 تیر ماه 1401 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. من ابتدا دستندرکاران فرخان رو خدمتتون معرفی میکنم. خانم مرضیه مهدیه گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیرماه 1401. خانم سمانه بیرجندی بررسی هدف 13 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس خانم زهرا باجنان با موضوع سانسور و توقیف در سینمای ایران. بعد از ایشون خانم آیلار اسماعیلی با موضوع روزنامه نگاران زن در ایران. سپس خانم مونا احمدی با موضوع ستارگان در تبریز. بخش فرهنگی رو داریم با سرکار خانم مرجان شعبان نژاد با روز جهانی مد و طراحی لباس. پس از اون بحث آزاد رو داریم. حق آزادی قلم، مجوز چاپ کتب و اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی. خانم مرضیه مهدیه، اگه آماده هستید، مایک برای شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، بنده با خلاصه اخبار هنر و هنرمندان در تیر ماه در خدمت شما هستم. در ماه گذشته مجوز اکران برادران لیلا به دلیل تخلفات صادر نشد. اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده پروانه نمایش فیلم سینمایی برادران لیلا به دلیل تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر صادر نشده و همچنین گفته می شود شرکت در جشنواره‌های خارجی بدون عبور از مجرای قانونی و اخذ پروانه نمایش و سرپیچی از مقررات و اصرار بر ارائه نسخه اصلاح و سانسور نشده اجازه اکران این فیلم رو صادر نمی کنه به این دلیل. این خبر ناقض مواد 8، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و حق امنیت کار می باشد. همچنین ستاد اقتصاد دانشگاه ها گفته است بودجه موجود در صدا و سیما موجب میلیاردر شدن بسیاری از افراد و شرکت های خصوصی سوء استفاده گر شده و افراد متخصص و محبوبی چون عادل فردوسی پور بدون هیچ رفتار غلطی در این رسانه حاضر بودند به بهانه های علکی کنار گذاشته شدند. همچنین در چند ماه اخیر بسیاری از افراد نیز به این گونه از سینماها حذف شدند. جرم این افراد این است که با رفتار سالم زندگی می کنند. این خبر ناقض مواد 8، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که همچنین شامل رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و حق امنیت کار می باشد. در ماهی که گذشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیما صفار شاعر و فعال ادبی ساکن گرگان برگزار شد و پیشتر به مصادیق اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شده بود. این خبر مغایرت دارد با مواد 9 و 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی و حق محاکمه قانونی برای همه می باشد. در ماهی که گذشت یک نویسنده گفته است معرفی کتاب فروشی های معتبر می تواند در جلوگیری از خطر تعطیلی کتاب فروشی ها در دستور کار قرار بگیرد. وی همچنین گفته زنگ خطر کاهش تعداد کتاب فروشی ها و کاهش کتابخوان ها نیز به صدا در آمده. این خبر ناقض مواد 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی می باشد. در ادامه همچنین طبق آمار ماه گذشته اعلام شده در 4 ماه اخیر توقیف 6 اثر نمایشی رو شاهد بودیم.
از آغاز سال جاری تا کنون هم نمایش های زیادی دچار توقیف شدند. همچنین نمایش های مانند خونینزار، آنسوی آینه، مخاطب، دختران بابا آنتون و چند داستان دیگر برخی به صورت موقت و بعضی به صورت کامل توقیف شدند. این خبر ناقض مواد 22 و 23 و 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، حق امنیت کار و حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. در ادامه برخی افشاگری ها پیرامون تعرض به زنان بازیگر حبیب رضایی و مهدی کوشکی از ترانه علی دوستی شکایت کرد. گفته می شود ادعاهایی درباره حبیب رضایی و مهدی کوشکی مطرح شده بود که بررسی این ادعاها با شکایت از ترانه علی دوستی وارد مرحله تازه ای شد. علی دوستی نیز اعلام کرده که با کمال میل از حق خودم دفاع می کنم. این خبر ناقض مواد 10 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق محاکمه قانونی برای همه و حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی می باشد. در ماه گذشته ویدا ربانی به 5 سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. وی روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. او در صفحه اینستاگرام خود مطلبی را منتشر کرد که نوشته بود اتهامات مطروحه علیه خود را توهین به مقدسات، اخلال در نظم عمومی، تشویق به رفتار خشونت‌آمیز، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. این خبر ناقض مواد 9، 19 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل عدم حبس، توقیف و تبعید غیرقانونی، حق آزادی بیان و حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی می باشد. همچنین در دادسرای اوین مسعود باستانی روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای احضار شد. گفته می شود پیشتر ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی این روزنامه نگار برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرد و با خود بردند. هنوز از احضار این روزنامه نگار تا به امروز اطلاعاتی در دست نیست. این خبر ناقض مواد 8، 9 و 19 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل رعایت حقوق انسانی توسط قانون، عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی و حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی می باشد. همچنین تهیه کننده فیلم بازیگو با بیان اینکه این فیلم متناسب با سلیقه کودکان و جوانان این دوره ساخته شده گفته سینمای کودکان و جوان ایران نیازمند حمایت از سوی سازمان‌هایی است که فعلا بیشتر از عمل کردن شعار می‌دهند و برای سینمای کودک نباید شعار بدهیم، باید عمل هم بکنیم. وی ادامه داده متأسفانه ما همیشه با سیستمی روبرو هستیم که سلیقه کودکان و جوان رو در نظر نمیگیره و آنچه که خودشون میخوان رو میسازن و به اون عمل میکنن. این خبر ناقض مواد 22 و 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و حق دنیای زیبا و آزاد برای همه میباشد. طبق آماری که در ماه گذشته توسط ایسنا بیان شده، مدتی است که سینما خود را از نعمت تئاتر بی بهره کرده و وعده های گاه و بیگاه از سرگیری تولید نمایش های تلویزیونی توسط مسئولان هم تا به امروز راهی به جایی نبرده. حالا و به راحتی و البته با تأسف میتونیم بگیم که تلویزیون بیش از یک دهه است که دیگر نمایش تلویزیون را تولید و پخش نمی کنند. این خبر ناقض مواد 22 و 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. همچنین جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی توسط دادسرای تهران بازداشت شد و هنوز از بازداشت وی اطلاعاتی در دست نیست. این خبر ناقض مواد 9 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی و حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی می باشد. در ماهی که گذشت هم محمد حسین فرحبخش طی صحبتی درخواست خود را برای شلاق زدن 800 زن سینماگر معترض بیان کرد و
و گفت زنان مثلا افشاگر و معترض را باید 800 ضربه شلاق بزنند. این خبر ناقض مواد 8، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و حق امنیت کار می باشد. همچنین در ماهی که گذشت دو کارگردان ایرانی بازداشت شده بودند که علت بازداشت دو کارگردان مشخص شد. محمد رسول اوف و مصطفی آل احمد از مرتبطین با ضد انقلاب که در بحبوحه حادثه دلخراش متروپول آبادان اقدام به آگاهی بیشتر مردم کرده بودند، با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند. این دو نفر به تهیه بیانیه‌ای تحت عنوان جمعی از سینماگران و به عنوان تفنگت را زمین بگذار اقدام به تهیه بیانیه کرده بودند. این خبر ناقض مواد 9، 19 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی، حق آزادی بیان و حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی می باشد. و در آخرین خبر از ماه گذشته گفته میشه مازیار فلاحی، خواننده ایرانی که چندی پیش برای همیشه از ایران رفته بود، در شبکه انگلیسی من و تو دیده شده و دلیل مهاجرت خود را این گونه اعلام کرده که در آلبوم آخرم از 12 آهنگ به 11 آهنگم مجوز ندارم و به همین دلیل از ایران خارج شدم تا بتونم آزادانه آهنگ بخونم و زندگی کنم. این خبر ناقض مواد 22 و 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، ماده 23 حق امنیت کار و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. متاسفانه خبرها توی ایران هر روز به جایی که بهتر بشه داره بدتر میشه و به امید بهتر شدن. سپاس که من رو همراهی کردید. من مایکرو آزاد. تشکر میکنم از ممنون خانم مهدیه بابت ارائه موارد نقض خرداد ماه. اگر از همکاران نظری راجع به اخبار دارن در خدمتشون هست. در غیر این صورت میریم سراغ البته من خرداد ماه عرض کردم، در واقع تیر ماه بود. میریم سراغ سخنران بعدیمون خانم بیرجندی که ایشون به بررسی هدف 13 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازن. خانم بیرجندی در خدمت شما هستیم. سلام و درود دارم خدمت تک تک همکاران عزیز و وقت همگی بخیر. خب موضوع هدف 13 اقدام فوری برای مبارزات با تغییرات آب و هوا و اثرات اون هستش که حالا بندهایی که درش وجود داره تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی، آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی و تخصیص 100 میلیارد دلار آمریکا برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقلیم هستش. در ابتدا من یه توضیح راجع به تغییرات اقلیمی میدم، بعد یه سری مشکلاتی که حالا ما در کشور ایران با این موضوع و جهان داریم و یک کوچیک هم راهکارهایی که هست رو خدمتون ارائه میدم. در واقع دمای زمین به دلیل فعالیت‌های انسانی در حال افزایشه و تغییرات آب و هوایی اکنون همه جنبه‌های زندگی انسان‌ها رو تهدید می‌کنه که اگه کنترل نشه انسان و طبیعت با گرم شدن فاجعه بار دمای زمین همراه با تشدید خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریا و انقراض دست جمعی گونه‌ها مواجه خواهد شد. در واقع ما با یه چالش بزرگی روبرو هستیم، اما یک راه حل های هم وجود داره. یه توضیح کوتاه میدم در مورد تغییرات اقلیمی که اقلیم میانگین آب و هوای یک مکان در طول سالیان متمادیه. تغییر اقلیم تغییر در آن شرایط متوسط است. تغییر آب و هوایی سریعی که اکنون شاهد اون هستیم
ناشی از استفاده انسان از نفت، گاز و زغال سنگ برای خانه، کارخانه و حمل و نقل. وقتی این سوخت‌های فسیلی می‌سوزند، گازهای گلخانه‌ای آزاد می‌کنند و عمدتاً دیوکسید کربن. این گازها گرمای خورشید رو به دام می‌اندازند و باعث افزایش دمای سیاره زمین می‌شوند. در حال حاضر در جهان 1.2 درجه سانتیگراد گرم‌تر از قرن 19 هست و مقدار دیوکسید کربن در جو هم 50% افزایش پیدا کرده. دانشمندان میگن که اگر میخوایم از بدترین عواقب تغییرات آب و هوایی جلوگیری کنیم، روند افزایش دما باید کند بشه و میگن که گرمایش زمین باید تا سال 2100 در حد 1.5 درجه سانتیگراد حفظ بشه. با این حال اگر اقدامات بیشتری انجام نشه، سیاره زمین همچنان میتواند تا پایان این قرن بیش از 2 درجه سانتیگراد گرم بشه. همچنین دانشمندان معتقدند که اگر کاری انجام نشود، گرمایش زمین میتواند از 4 درجه سانتیگراد فراتر بره که منجر به موجهای گرمای ویرانگر، از دست دادن خانه های میلیون ها نفر بر اثر بالا آمدن سطح دریا و از دست رفتن غیر قابل برگشت گونه های گیاهی و جانوری میشه. اما تأثیرات تغییر اقلیمی به این صورته که تغییرات آب و هوای شدید که در حال حاضر هم رخ داده، زندگی و معیشت رو تهدید میکنه. با گرم شدن بیشتر برخی از مناطق ممکنه غیر قابل سکونت بشه و زمین های کشاورزی به بیابان تبدیل بشه. در مناطق دیگر اتفاق برعکس میفته. بارش شدید باران باعث جاری شدن شدید سیل میشه و همونطور که اخیراً در چین، آلمان، بلژیک و هلند هم مشاهده شده. و مردم کشورهای فقیرتر بیشترین آسیب رو میبینن، چون که پول لازم برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی رو ندارن. و بسیاری از مزارع در کشورهای در حال توسعه در حال حاضر هم مجبور به تحمل آب و هوای بسیار گرم هستن و این فقط بدتر میشه. خب حالا من در واقع بگم که جمعیت انسانی در یک پهنه اکولوژیک شکل گرفته که فعالیت‌های انسانی رو حمایت و همچنین محدود میکنه. مهاجرت به عنوان یکی از انواع کنش‌های انسانی بیانگر روابط بین انسان‌ها و بستر زیست محیطیه. شواهد تاریخی حاکی از اونه که مهاجرت انسانی با تغییرات اکولوژیکی داره یک رابطه تنگاتنگه. مهاجرت انسانی بدون شک به یکی از مهمترین پیامدهای تخریب محیط زیست تبدیل شده و واکنش افراد در پاسخ به تغییرات اقلیم متفاوته و مهمترین واکنش افراد به زوال زیست محیطی و دفع مخاطرات جابجاییه. طبق گزارش مرکز پایش آوارگی داخلی در سال 2019، تهدیدات طبیعی بین سالهای 2008 تا 2018 در مجموع 3 برابر بیشتر از جنگ و خشونت باعث آوارگی مردم جهان شده. بانک جهانی هم در سال 2018 تخمین زده که تا سال 2050 بیش از 100 میلیون نفر در اثر تغییرات اقلیمی در جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد. در مواجهه با بلایای طبیعی یا انسانی، مهاجرت به شکل دائمی یا موقت همیشه یکی از مهمترین استراتژی‌های بقا بوده. اما تغییر در پارامترهای اقلیمی مثل دما، رطوبت، بارش، باد و رویدادهای شدید آب و هوایی در طول دوره‌های بلند مدت رو که تغییر اقلیم میگوین، در واقع تغییر اقلیم میگن و انرژی از سوی خورشید به صورت امواج کوتاه به زمین میرسه و به صورت امواج بلند مادون قرمز دوباره به فضا برگردانده میشه. در شرایط عادی گازهای گلخانه‌ای با جذب اشعه مادون قرمز مانع از خروج اشعه های گرمایی به فضا میشن و باعث باقی ماندن بخشی از انرژی خورشیدی در داخل جو میشن. این تبادل انرژی باعث ماندگاری دمای زمین در حد مطلوب میشه. اما اثر گلخانه‌ای در جو وجود اگه اثر گلخانه‌ای در جو وجود نداشت، دمای کره زمین به طور متوسط حدود 18 درجه سانتیگراد کمتر از زمان حاضر بود
و از طرف دیگه چنانچه میزان گازهای گلخانه‌ای در داخل جو بیشتر از حالت عادی باشه، موازنه انرژی به هم میخور و باعث باقی موندن انرژی بیشتری در داخل جو میشه. این مسئله باعث گرم شدن تدریجی کره زمین میشه و همینطور فعالیت های انسانی بعد از انقلاب صنعتی هم منجر به افزایش بیش از حد حالت عادی گازهای گلخانه‌ای شده که گرمایش جهانی و تغییر اقلیم رو در پی داشته. اما یه توضیح بدیم راجع به خشکسالی و تغییر اقلیم در ایران. ایران کشور خشک و نیمه خشک و منابع آبی محدودی داره و از دیرباز با پدیده خشکسالی مواجه بوده. مدیریت علمی و سنجیده منابع آب در ایران، معذرت میخوام، در ایران میتونست خسارت‌های خشکسالی‌های پی در پی را کاهش بده. اما متأسفانه بهره برداری‌های غلط از منابع آبی منجر به خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها در مناطق مختلف ایران شده و این وضعیت با گرمایش جهانی و تغییر اقلیم روند افزایشی پیدا کرده. همه ما میدونیم که امروز عمده‌ترین تهدید زیست محیطی کره زمین گرمایش جهانی و تغییر اقلیمه که پیامدهای ناشی از اون حتی بر متغیرهای محیطی و غیر اقلیمی مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بوده و اونها رو تشدید کرده. بسیاری از خانوارهای روستایی در ایران از لحاظ اقتصادی شدیداً به کشاورزی وابسته بوده و پیامدهای خشکسالی یکی از علل اصلی مهاجرت در شرق ایران خصوصاً استانهای سیستان، بلوچستان و خراسانه. و تأثیرات اون بر کشاورزی دائما مطالعات متعدد نشون میده که با تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت طول دوره خشکی افزایش پیدا میکنه و افزایش طول دوره خشکی در مناطق دیم از اهمیت بیشتری برخورداره، زیرا طولانی تر شدن این دوره باعث تخلیه ذخیره رطوبت خاک قبل از تکمیل دوره رشد شده و احتمال مصادف شدن مراحل حساس نمو گیاه با خشکی رو افزایش میده. کوچکی اصخایی بکنم، شاخص کمبود بارش، میزان بارش و تبخیر برای سال 2050 میلادی بین 75 تا 170 میلیمتر خواهد بود که در مناطق جنوبی و شرقی کشور بیشتره. بر اساس داده های بازه زمانی سال 81 تا 92، البته این پژوهش سال 99 انجام شده، گزارش داده شده که اثر معناداری بین متغیرهای بارندگی، دما و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مهاجرت از روستاهای ایران وجود داره. همراه با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، مهاجرت روستایی افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه هم افزایش میانگین دمای سالانه و گرم شدن زمین با توجه به اثر منفی اون بر عملکرد محصولات کشاورزی افزایش مهاجرت رو در پی داره. اما نقاط مختلف جهان چگونه تحت تاثیر قرار می گیرن؟ برخی از نقاط بیشتر از سایر نقاط گرم میشن و برخی بارندگی بیشتری خواهند داشت و برخی دیگه با خشکسالی بیشتری مواجه میشن. یعنی اگر نتوان افزایش دما را 1.5 درجه سانتیگراد نگه داشت، بریتانیا و اروپا در برابر سیل ناشی از بارندگی شدید آسیب پذیر میشن. کشورهای خاورمیانه موج گرمای شدید رو تجربه میکنن و زمینه کشاورزی هم که گفتم خدمتون تبدیل به بیابان میشه. کشورهای جزیره‌ای در منطقه اقیانوس آرام ممکن در زیر دریاها ناپدید بشن. بسیاری از کشورهای آفریقایی احتمالاً دچار خشکسالی و کمبود مواد غذایی میشن و شرایط خشکسالی در غرب ایالات متحده محتمل است که در حالی که سایر مناطق شاهد طوفان‌های شدیدتر خواهند شد و استرالیا هم احتمالاً با گرما و خشکسالی شدید درگیر خواهد شد. اما دولت‌ها چه کار باید بکنن؟ کشورها توافق کردن که تغییرات آب و هوایی تنها با همکاری مشترک قابل مقابله است و در یک توافق مهم در پاریس در سال 2015 متحد شدن که تلاش کنند گرمایش جهانی رو 1.5 درجه سانتیگراد حفظ کنند. بریتانیا میزبان نشستی برای رهبران جهان به نام کاپ 26 است که در آن کشورها و
برنامه‌های کاهش کربن خود را برای سال 2030 ارائه می‌دهم و بسیاری از کشورهای دیگر متعهد شدند تا سال 2050 خالص کربن خود را به صفر برسانند. این به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حد امکان و متعادل کردن انتشار باقی مانده با جذب مقداری معادل آن از جو زمینه. و کارشناسان موافقن که این امر قابل دستیابیه، اما دولت‌ها، کارخانجات، مشاغل و افراد رو ملزم به ایجاد تغییرات بزرگ می‌کنه. و در انتها بگم که افراد چه کاری باید انجام بدن؟ تغییرات عمده باید از سوی دولت‌ها و کارخانجات و کسب و کارها ایجاد شه. اما دانشمندان میگن برخی تغییرات کوچک در زندگی ما هم میتونه تأثیر ما رو بر آب و هوا محدود کنه. یکی اینکه پروازهای کمتری داشته باشین، بدون ماشین زندگی کنید یا از ماشین برقی استفاده کنید. در صورت نیاز به تعویض محصولات خود مانند ماشین لباسشویی محصولات کم مصرف بخرید. از سیستم گرمایش گازی به پمپ حرارتی برقی تبدیل شوید و خانه خود را عایق بندی کنید. در انتها من فکر میکنم وقتم تموم شده. خب من سخنرانیمو اینجا به پایان میرسونم آقای منیری، چون میدونم دو یه دقیقه نمیشه تمومش کرد، پس بهتره که همینجا تمومش کنم. ممنون از شما عزیزان که با من همراه بودید. تشکر خانم بیرجندی، مرسی که به زمان هم توجه کردید. بابت توجهتون ممنونم. از دوستان اگر کسی نظر خاصی راجع به سخنرانی های خانم بیرجندی داره، لطفاً دستشو بالا ببره تا دوستان براشون صداشون رو باز کن. بسیار خوب، پس با این تفاصیل میریم سراغ سخنران بعدیمون، خانم زهرا باجلان با موضوع سانسور و توقیف در سینمای ایران. خانم باجلان میکروفون در خدمت شما. با سلام خدمت همه دوستان، در خدمتتون هستم با موضوع سانسور و توقیف در سینمای ایران که توی چند ماه گذشته هم خیلی زیاد باهاش برخورد کردیم و شنیدیم، و همونطور که اول جلسه خانم مهدی خبرهای ماه گذشته رو برامون خوندن و ما رو در جریان گذاشتن، دیدین که چقدر این اتفاق هر روز داره در ایران بیشتر از قبل اتفاق میفته. اگر بخوایم به وضعیت سانسور در سینمای بعد از انقلاب بپردازیم، بعد از پیروزی انقلاب سینمای ایران تا چند سال گرفتار سردرگمی و بلا تکلیفی بود. هنوز کسی نمیدانست که هنگام ساختن فیلم چه ضوابط اخلاقی یا سیاسی یا شرعی را باید رعایت کند و مرز سانسور تا کجاست و خطوط قرمز کدام است. بسیاری ممنوعال کار و دستگیر شدند و بسیاری مهاجرت کردند. در ابتدای انقلاب محمد علی نجفی اولین مسئول امور سینمایی که با حکم شخص آقای خمینی عهده‌دار این مسئولیت شده بود گفت سانسور به هیچ وجه در سینمای ایران وجود نخواهد داشت. چند سال بعد فیلم خود او که فیلمسازی متعهد به حساب می آمد به نام افسانه شهر لاجوردی پس از ساخت نه تنها سانسور که کلن توقیف شد. به زودی آشکار شد که دولت اسلامی قصد دارد سینما را به طور کامل زیر سلطه درآورد و فیلمسازان دگراندیش در سینمای آینده جایی نخواهند داشت. سینماگران ایران به گفته بهرام بیضایی رفته رفته آموختند که با بال بسته پرواز کنند. در سالهای پس از انقلاب نسل تازه‌ای از فیلمسازان جوان وارد میدان شدند که برخی از آنها توانستند در شکل گیری سینمای آینده نقش برجسته ای ایفا کنند. عباس کیارستمی، محسن مخملباف، کیانوش عیاری، ابوالفضل جلیلی، جعفر پناهی، پوران درخشنده، رخشان بنی اعتماد و مرضیه برومند نسل تازه و تازه با نظام تازه و مقتضیات آن آشنایی نزدیکتری داشتند.
مکانیزم نظارت و ممیزی را بیشتر می شناختند و در گریز از مقررات شرعی چابکتر بودند. اما این نسل نیز در برخورد با فشارها و محدودیتها سختی‌های فراوانی متحمل شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به عنوان شخصیتی حکومتی و حمایت طیف محافظه‌کار مذهبی برای ادای دین به این گروه که به شدت منتقد سرکوب فرهنگی و دینی و غرب‌گرایی در دوران محمد خاتمی بودند، چنان که انتظار می‌رفت سیاست‌های سختگیرانه تری در عرصه فرهنگ اعمال شد. بر اساس لیست خبر آنلاین در فاصله سال‌های 60 تا 90 بیش از 200 فیلم پس از کسب مجوزهای لازم و اتمام پروسه ساخت هر یک به دلیلی از اکران محروم شدند. چنانکه از آمار ارائه شده برمی‌آید بیش از 70 مورد از این توقیف‌ها در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام شد. برخی از فیلم ها با رضایت ناشی از ناچاری کارگردانانشان به حسب بخش های مسئله دار پس از مدتی روی پرده رفتند. اما در مورد بسیاری از فیلم ها میزان تغییرات لازم به زعم مسئولین چنان زیاد بود که خیلی از کارگردانان ترجیح دادند فیلم هایشان در بند توقیف بماند اما به صورت مصلح شده روی پرده نرود. در جامعه ای که صنعت سینما یا دولتی است یا به یارانه های دولتی وابسته، در جامعه ای که سانسور سیاسی، اخلاقی، مکتبی و حتی جناحی بر سینما اعمال و فیلمنامه ها پیش از تولید فیلم و فیلم ها پیش از نمایش سانسور می شوند، حد استقلال سینما حداکثر به استقلال از برخی معیارهای جناح تندرو و طرح برخی درون مایه های نامطلوب از منظر این جناح محدود است. هرچند حتی همین حد محدود از استقلال نیز تحمل نشده و به گفته کارگردانان سینمای ایران تعداد فیلم هایی که پس از دریافت مجوز ساخت و نمایش به بایگانی سپرده می شود افزایش یافته است. آنچه در بیانیه شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران به عنوان نگرش کران از آن انتقاد شده است، سیاستی است که نهادهای ناظر بر سینمای ایران، وزارت ارشاد اسلامی، بنیاد فارابی و دیگر بنیادهای دولتی و فرهنگی و نهادهای چون وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران در سالهای گذشته اعمال کردند. این سیاست به رغم تحولات و دگرگونی‌های بسیار، به رغم برخی تفاوت‌ها در شیوه برخورد و هدف‌ها، بر دو محور ثابت تولید سینمای مکتبی و حذف سینمای غیر حکومتی شکل گرفته، نه فقط سینمای مستقل ایران را منتفی که صنعت فیلمسازی را در هر سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی آن با بحران فرهنگی و اقتصادی مزمن روبرو کرده است. وزارت ارشاد و بنیادهای دولتی چون بنیاد فارابی و حوزه اندیشه و هنر اسلامی از نخستین سالهای جمهوری اسلامی تا کنون با حذف سینماگران از منظر حکومت نامطلوب، ممنوع کردن یا اکران محدود و سانسور شده فیلمهای غیر ایرانی، سانسور فیلمنامه‌ها و فیلم‌ها، دولتی کردن سینماها و وابسته کردن تولید فیلم به یارانه‌های دولتی، حذف سینمای غیر حکومتی و تولید سینمای مکتبی را در قالب‌هایی چون حمایت از سینمای عرفانی، سینمای جنگی، سینمای جشنواره‌ای در پی گرفتند. در سال‌های گذشته فیلمنامه‌ها پیش از تولید و فیلم‌ها پیش از نمایش سانسور شده. کارمندان سانسور در روند تولید فیلم حضوری مؤثر و دولت مالکیت و مدیریت سینماها و نحوه توزیع فیلم را در انحصار داشته. سینما به یارانه‌های دولتی وابسته شده و زندگی فکری، سیاسی و اجتماعی و شخصیت فردی بازیگران و دیگر دست‌اندرکاران مهم تولید فیلم، کنترل و سینمای غیر حکومتی حذف شده است. جمهوری اسلامی به رغم سرمایه گذاری های هنگفت برای تولید فیلم عرفانی و جنگی جشنواره پسند
در تولید سینمای مکتبی شکست خورد و بهترین استعدادهای آن به سینمای انتقادی روی آوردند. اما در حزب سینمای مستقل ایران جز یکی دو مورد موفق بوده است. این موفقیت اما به معنای حزب سینمای غیر دولتی نبود، چرا که رقبای نیرومند و شکست ناپذیری چون ویدیو، سی دی، امکان ضبط اینترنتی و تکثیر آثار فیلم و شبکه‌های اجتماعی در کار آمدند و سانسور ناتوان از کنترل گردش آسان فیلم‌های غیر ایرانی در جامعه، در حزب سینمای غیر ایرانی در هر دو ژانر هنری و بازاری آنچنان شکست خورد که فیلم‌های روز آمریکا را چند هفته پس از نمایش عمومی در کشور تولید کننده و دست کم یک سال پیش از ارائه سی دی در اروپا در بازار ایران می‌توان به راحتی تهیه کرد و بازار واقعی اما غیر قانونی فیلم در ایران به ترغیب در انحصار سینمای غیر ایرانی است. به رغم محبوبیت فیلم‌های غیر ایرانی، مردم و روشنفکران ایران نیز، چون مردم و روشنفکران همه جهان خواهان دیدن فیلم‌هایی هستند که از جامعه آنان برخاسته و مسائل محیط و زمان و مکان و آدم‌های جامعه آنان را تصویر و روایت می‌کنند. این گرایش قدرتمند بخت بقای سینمای بومی و ملی را در برابر سینمای تولید کنندگان بزرگ تضمین و زمینه مناسبی را برای رشد و ارتقای سینمای ملی فراهم می کند. اما سیاست های سینمای ناظر بر سینمای ایران درست در همین نقطه با حذف عناصر درون مایه، موضوع ها، آدم ها و تنش های واقعی جامعه و سینما، با تحمیل معیارهای مکتبی بیگانه، با خواست اکثریت مخاطبان، با تنها بقا و رشد سینمای ملی ایران به مقابله برخواسته است. عمل کرده دوران دولت روحانی این بود که از ابتدا به بسیاری از فیلم‌هایی که کمی جنجال برانگیز می‌توانستند باشند و حاشیه بسازند پروانه ساخت نداد تا بعداً مجبور نباشد توقیفشان کند. عمل کرده دولت مخصوصاً در دوره دوم در مواجهه با سینما بسیار ضعیف بوده است. فیلم خانه پدری ساخت کیانوش عیاری نمونه‌ای از برخورد مبهم و در عین حال امنیتی حکومت با سینما بوده. پی واکنش تند برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت مبنی بر خشونت‌آمیز بودن برخی صحنه‌ها و وقوع قتل در خانواده‌های مذهبی با دستور دادستانی تهران چندین بار در طی چندین سال توقیف و اکران می‌شد و دوباره توقیف با وجود اجازه اکران. چند روز پس از توقیف مجدد فیلم خانه پدری، بیش از 200 سینماگر از تیپ‌های گوناگون با انتشار بیانیه‌ای تند و البته بدون اشاره صریح به هیچ فیلم و فیلمسازی به وضع موجود سینمای ایران اعتراض کردند و اعلام کردند بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنند و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستند. بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اسقر فرهادی، جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، مسعود جعفری جوزانی و سعید روستایی از جمله سینماگرانی هستند که امضایشان در این بیانیه دیده می شود. امنیت شغلی موضوعی است که سینماگران ایران در بند نخست بیانیه به آن اشاره کرده و با بیان اینکه برخی فیلمسازان به خاطر ساختن اثری انتقادی محکوم به زندان و ممنوعیت خروج از کشور و یا ممنوعیت کار روبرو شدند اضافه کردند که تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات، اختناق و سانسور موجب مهاجرت ناخواسته شماری از سینماگران شده است. در این بیانیه به دزدیده شدن آثارشان در اینترنت و برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی و در امان نبودن فیلم‌ها از توقیف توسط نهادهای حکومتی و افراد به اصطلاح خودسر، تشبیه مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم به دیواره مرگبار، ناگزیر شدن به دست بردن در فیلم به دلیل نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک وزارت ارشاد، حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران، نبود امنیت در عرضه فیلم‌ها به دلیل نگاه سلیقه‌ای نهادهای حکومتی صاحب سالن‌های سینما،
نقض حقوق انسانی سینماگران توسط مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی، نبود استقلال به دلیل دخالت دولت در مراحل ساخت و همچنین اینکه محدودیت‌ها مانع از درخشش در عرصه‌های جهانی و در داخل هم موجب ریزش مخاطب شده است. با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس 13مین دولت جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت مدیران جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه او محدودیت‌های بیشتری را اعمال کنند. محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر پیشنهادی در برنامه پیشنهادی خود برای کسب رأی اعتماد مجلس با اعلام اینکه وضعیت سینما از نظر شاخص‌های انقلابی مناسب نیست، شمشیر را از رو برای سینماگران ایرانی بست. اما معرفی محمد خزائی، تهیه کننده سینما و دبیر سابق جشنواره فجر، به عنوان رئیس سازمان سینمایی از سوی برخی سینماگران نشانه مثبتی برای تعامل با بدنه سینما تلقی شد. اما پیشبینی‌های خوشبینانه چندان واقعی نبود. خزائی در همان هفته‌های اول مسئولیتش وعده داد دیگر برای فیلم‌های سخیف مجوز صادر نخواهد کرد، که اشاره‌ای به فیلم کمدی عامه پسند به عنوان موفق‌ترین فیلم‌های گیشه در سال‌های اخیر بود. فیلم کمدی چپ راست که از دولت قبلی مجوز نمایش گرفته بود، چند روز پیش از اکران توقیف شد و تهیه کنندهش خبر داد که مدیران دولت جدید مجوزهای قبلی را به رسمیت نمی‌شناسند و فیلم‌ها را دوباره بازبینی می‌کنند. خیلی زود مشخص شد کمیته 3 نفره‌ای زیر نظر رئیس سازمان سینمایی مشغول بررسی دوباره فیلم هاست که مجوز اکران گرفتند. دوری مردم از سینما برجسته ترین دستاورد جمهوری اسلامی بود. در ایران مردم کمتر به سینما می روند و فروش فیلم ها روز به روز کمتر می شود. در سال 1365 ایران بیش از 78 میلیون بلیت سینما به فروش می رفت. هر شهروند ایرانی در طول سال نزدیک 4 بار به سینما رفته بود. با وجود افزایش جمعیت در اوایل دهه 70 سالانه حدود 55 میلیون نفر به سینماها رفتند و این رقم سال به سال کمتر شد تا در سال 81 به 21 میلیون رسید. این سیر نزولی ادامه داشت تا در سال 86 به پایین ترین حد خود رسید. برخورد جمهوری اسلامی با سینما و سینماگران، نقض قاطع ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 27 حق تکثیر بوده که شرایط را برای پیشرفت این هنر روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند. هنرمند نیاز به ذهنی آزاد برای خلق کردن دارد و محدودیت های مبهم و بدون مرز نتیجه جز فرسایش هنر و هنرمند نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، سانسور در ایران تاریخچه دیرینه دارد، تاریخچه ای که استبداد و کنترل فکر توسط حکومت ها آن را رقم زد. عوامل اعمال سانسور هر سال بر خلاقیتی در این باره دست پیدا می کنند و نه تنها هنرمندان را، بلکه مردمان عادی را هم به شگفتی و فرسودگی وامی دارند. سانسور با گذشت سالها در ذهن و جسم ما تزریق شده و رهایی از آن کار آسانی نیست. اما شکستن قفل‌هایی که از مرغوب‌ترین جنس است و آن هم جنس استبداد غیر ممکن نیست. به امید روزی که این قفل‌ها با قدرت آزادی شکسته شود. ممنون از اینکه با هم همراه بودین. من ماگ رو می‌بندم. مرسی. تشکر خانم باجلان. اتفاقا حالا شما راجع به ممنوعیت پخش اکران بعضی از فیلم ها توی دوره اول احمدی نژاد فرمودید. اتفاقا حالا این رو نمیشه گفت صرفا مربوط دونست به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بلکه بیشتر میشه مربوط دونست به سختگیری نظام به بعد از آقای خاتمی. شاید اگر مثلا آقای احمدی نژاد همون روند
آقای خاتمی رو میداشت، چه بسا این توقیف ها و این ممنوعیت اکران ها توی دوره بعدی که مثلا آقای روحانی و یا آقای رئیسی بود حتی بیشتر می بود. ممنونم بابت سخنرانی زیباتون خانم باجلان. همکاران عزیز، اگر نظر یا پیشنهادی دارید در خدمتون هستیم. با اشاره دست به ما نشون بدید تا دوستان براتون میکروفون ها رو باز کنن. بسیار خوب، ظاهرن کسی نظر خاصی نداره. میریم سراغ سخنران بعد، خانم آیلار اسماعیلی با موضوعیت روزنامه نگاران زن در ایران. خانم اسماعیلی در خدمت شما هستیم. با عرض سلام خدمت تمامی همراهان گرامی. خبرنگاری حرفه‌ای آمیخته با درد و فریاد مردم برای بیان واقعیات و مطالبات مردمی است. اما خبرنگاران خود چالش‌های نهفته و دردهای نگفته فراوانی دارند که البته سهم خبرنگاران زن در این میان بیشتر و سنگین‌تر است. در این عرصه گرانبهاترین داشتت یعنی عمرت را باید به پای آگاهی بریزی. باید شب و روز گرما و سرما پیاده و بدون کمترین تجهیزات و با تحمل ده ها مصائب ریز و درشت از این جلسه به آن جلسه، از این محله به آن محله، از این شهر به آن شهر و از این روستا به آن روستا صدا رسای مردم باشید. تلاش باید کرد، رنج و سختی باید کشید، عرق باید ریخت و رنجی که به دخل و خرجت اصلا نمی آید. وصله ناجوریست اما می گویند که هر اندازه بکاری همان مقدار درو می کنید. اینجا این حرفا عینیت ندارد و باید در ارتفاعات رنج نیش و هزار و یک بدبختی به دنبال آگاهی و اطلاع رسانی باشی. اما مزد زحمتت را نگیری. اگر به عنوان یک خانم خبرنگار باشی همه چیز مضاعف است و نیش و زخم زبانهایش به کنار آه دارد و بس. به نظر می رسد بی ارزش ترین قش خبرنگار باشد. زنان همچون دیگر عرصه های اجتماعی در حوزه رسانه هم پای خبرنگاران مرد حضور دارند و شواهد حاکی از آن است که توانایی کاری خبرنگاران زن کمتر از مردان نیست. با این وجود بعضی ها شاید از سر کم لطفی هنوز زنان را در عرصه کار خبر کمتوانتر از مردان می‌بینند. یا بنا به شرایطی همچون حضور در موقعیت های خاص اولویت را به مردان می دهند. باید نگاه ها را شست و زاویه دید خود را تغییر دهیم تا متوجه شویم که زن بودن مانعی برای کار خبری نیست، بلکه به عنوان یک حسن بزرگ به آن نگاه کرد. از قدیم می گفتند که زنان دقیق تر و منظم تر از مردان هستند. زن خبرنگار با نگاه موشکافانه و دقیق خود به تحلیل موضوعات می پردازد و شاید اگر قدر توانایی آنها را بیشتر می دانستند مردان این همه محدودیت برای آنها ایجاد نمی کردند. در بیشتر موقعیت ها زنان خبرنگار توانستند با قلم و احساس خود بهتر از خبرنگاران مرد به بیان رویدادها و توصیف اتفاقات و وقایع بپردازند. باید دیدگاه مردم نسبت به کار زنان در رسانه ها تغییر کند و بدانند تفاوتی میان مرد و زن در این حرفه نیست و حتی شاید زنان بتوانند بهتر از مردان موفق باشند. این مهم در وهله نخست باید از خود زنان خبرنگار شروع شود و خود را به عنوان صاحبان قلم و اندیشه باور کنند. دقت، ظرافت و امانتداری زنان خبرنگار در حوزه کار خبری بیشتر از آقایان است و این ویژگی ها از مزیت های زن بودن در عرصه خبرنگاری است. برخی قوانین نانوشته و شاید هم برخی قوانین دست و پاگیر سبب شده تا خبرنگاران زن تا رسیدن به جایگاه مطلوبشان در حوزه خبرنگاری فاصله طولانی را در پیش داشته باشند. نبود امنیت شغلی، نداشتن بیمه، حقوق اندک و ده‌ها معضل دیگر به دردهای کهنه‌ای برای خبرنگاران تبدیل شده که دیگر از تکرار آنها خسته شدند، زیرا که هیچ وقت صدای آنها شنیده نشد و این دردها به زخم‌های قدیمی و عمیقی تبدیل شدند و بر بدنه رسانه جا خوش کردند. خبر درگذشت شد و بانوی خبرنگار خانم‌ها ریحانه یاسینی و خانم مهشید کریمی خبرنگاران دو رسانه ایرنا و ایسنا آنچنان تلخ بود که دیگر رمقی برای شادی خبرنگاران در روز خبرنگار نگذاشته بود. شاید مرگ این بانوان خبرنگار تلنگری باشد برای مراجع حمایتی از خبرنگاران
تا قوانین مدمونتری برای حمایت از آنها تدوین کنند. همینک تنها قطعه نام‌آوران سهم ریحانه و مهشید شده است. کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بایرحمت گفت به طور کلی آسیب‌هایی که زنان خبرنگار در کار خود با آن مواجه هستند خیلی بیشتر از مردان بوده که از جمله نگاه ابزاری به زنان خبرنگار، ساعت‌های کاری نامنظم، عدم بهره‌مندی از امکانات زنان شاغل مانند مرخصی زایمان، ساعت شیر، حقوق و مزایای کم و محرومیت از بیمه است. آسیه حسین‌زاده افسود این در حالی است که زنان خبرنگار مانند سایر زنان شاغل مسئولیت مادری و همسرداری را نیز بر عهده دارند و فشار روحی و استرس بر آنها خیلی بیشتر است. برقراری عدالت جنسیتی، برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر، حقوق و مزایا، امنیت شغلی، بیمه و برخورداری از امکانات رفاهی جهت زنان خبرنگار می‌تواند از مشکلات این قشر فعال بدون حامی بکاهد. خبرنگاران از همه چیز زندگی خود می‌گذرند، اما متوالی مشخصی که بتواند از خبرنگاران به پیش خبرنگاران زن حمایت کند وجود ندارد. خبرنگاری هرچند واژه‌ای آشنا برای همه است، اما هنوز بسیاری از مردم دشواری‌های این شغل پرمخاطره را نمی‌دانند. این قشر پشتوانه مالی ندارند و حتی در بیشتر موارد مطالبات خبرنگاران از سوی ادارات داده نمی‌شود. این در حالی است که باید خبرنگار هزینه اینترنتش را تأمین کند، ولی هیچ درآمد ثابت و پایداری ندارد. خبرنگار مشکلات مردم را می‌نویسد، اما کسی نیست که دردهای خود خبرنگاران را بنویسد و بازگو کنند. زیرا خبرنگاران رفع مشکلات و درد مردم را بر درد خود ترجیح می‌دهند. به گونه‌ای که خبرنگاران در انعکاس رخدادها بی‌طرفانه عمل می‌کنند، چون ذات خبرنگاری مبتنی بر بی‌طرفی است، اما آیا با یک زن خبرنگار هم بی‌طرفانه برخورد می‌شود؟ تک و تنها باید با جمع زیادی از مردها ساعت‌ها در جلسات بنشینند و حتی در راه‌های پرپیچ و خم برای پوشش اخبار به روستاهای دورافتاده سفر کنند. اگر هم اتفاقی مشابه ریحانه یاسینی و مهشید کریمی برایشان بیفتد، هیچ ارگانی مسئولیتی در قبال خبرنگاران ندارد و بی‌دفاع از حقوق خود از حقوق مردم دفاع می‌کند. خبرنگاران زنی که در روزهای مرخصی خود در رسانه‌های مربوط کار می‌کنند، حقوقی بابت اضافه کاری دریافت نمی‌کنند. ازدواج برخی زنان خبرنگار به علت شرایط شغلی به تأخیر می‌افتد و یا در نهایت مجرد بازنشسته می شوند. در عرصه خبرنگاری، خبرنگاران زن به دلیل ناملایمات امتیاز مساوی به دست نمی آورند و تبعیض و امتیاز نابرابر باعث می شود زنان از کار دل سرد شوند. شمار زیادی از مردم و مسئولان دولتی گاهن از دادن اطلاعات به خبرنگاران خانم پرهیز می کنند. همچنین در بیشتر موارد اولویت جذب نیروی انسانی در برخی رسانه ها هنوز با مردان است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که قوانین حمایتی و مراجعه‌ای که برای احقاق حقوق خبرنگاران از آنها حمایت می کند در حد اقل است. رفع دغدغه های خارج از محیط کار زنان خبرنگار مانند مشکلات مالی و ارائه خدماتی همچون بیمه و مهد کودک می تواند در ارتقای کار آنها نقش چشمگیری داشته باشد. زنان زیادی برای اینکه این وضعیت را سامان دهند تلاش کردند و بارها در نقدها و گزارش‌های مختلف به آن پرداختند، اما تا رسیدن به نقطه ایدئال فاصله زیاد است. سازمان یونسکو در تحقیق پیرامون خبرنگاران زن اعلام کرده که آنها بیش از گذشته به صورت آنلاین تهدید می‌شوند و حدود 3/4 یعنی 73% در معرض خشونت آنلاین بودند. بر اساس این تحقیق نتیجه گرفته شده که اکنون بیش از هر زمان دیگری حملات آنلاین علیه خبرنگاران زن افزایش چشمگیری داشته، مخصوصا که در سایه همگیری کرونا گونه های دیگر خشونت علیه زنان که به آن همگیری در سایه گفته می شود بیشتر شده است. مشکلات پیش روی زنان خبرنگار تنها مختص شهر یا کشور خاصی نیست، بلکه در تمامی دنیا تا حدودی یکسان است و این زنان آنقدر باید قوی باشند که معضلات رسیدن به پله‌های ترقی سد راه آنان نشود. جایگاه زنان در عرصه خبرنگاری زمانی محکم‌تر خواهد شد که برای دفاع از حقوق آنها قوانین محکمی توسط مراجع و متولیان امر وضع شود. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران و سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 با انتشار گزارشی درباره افزایش فشار بر زنان روزنامه‌نگاران ایرانی هشدار داد.
گفته می شود که آرتیکل 19 در ماه مارس سال جاری با شماری از روزنامه نگاران زن در خارج از کشور مصاحبه کرده. این خبرنگاران در رسانه‌های مختلف خارج از کشور در عرصه گزارش‌دهی درباره وضعیت ایران فعالیت داشتند. نتیجه این مصاحبه‌های نگران کننده ارزیابی شد. گفته شده است که روزنامه نگاران زن ایرانی در خارج از کشور با نفرت پراکنی و آزار جنسی روبرو هستند. گزارش دو سازمان یاد شده حکایت از آن دارد که آزار روزنامه‌نگاران زن ایرانی در داخل و خارج از کشور گرچه اغلب با تهدیدهای جانی آنها و اعضای خانوادهشان همراه است، اما تنها محدود به آن نمی‌شود. بسیاری از این مزاحمت‌ها و آزارها به ویژه شامل توهین و آزارهای جنسی است. روزنامه‌نگاران زن ایرانی در داخل کشور نه تنها با تبعیض جنسیتی و همچنین آزار و اذیت گسترده روبرو هستند، بلکه در صورت بازداشت مورد تعرض جنسی و شکنجه واقع شده و از پیگیری حقوقی محروم هستند. در این گزارش آمده که گرچه فشارهایی که زنان روزنامه‌نگار ایرانی در خارج از کشور از آنها رنج می‌برند قابل مقایسه با آن چیزی نیست که همکارانشان در ایران تجربه می‌کنند، اما خطاست اگر در مورد جدیت این آزارها و حملات تردید شود. شریف منصور هماهنگ کننده بخش خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید پرداختن به مسائل ایران حتی در خارج از کشور نیز میتواند تهدیدی جدی برای هر خبرنگاری باشد. برای زنان روزنامه‌نگاری که در مهاجرت زندگی میکنند این فشارها میتواند از جمله شامل تهدیدهای جانی و همچنین آزارهای جنسی آنلاین باشد. بر اساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در صدر زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران به حساب می‌آید. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در سال 2021، 11 روزنامه‌نگار در ایران در زندان هستند و یا بازداشت شدند. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز در فاصله سال‌های 1357 تا 1398 دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار را روانه زندان کردند. در سال 1400، 15 روزنامه‌نگار زن توسط نظام جمهوری اسلامی ایران به زندان افتادند. بر پایه برخی از منابع جمهوری اسلامی ایران، زندان آزادی بیان است. مرضیه امیری روزنامه‌نگار روزنامه به تاریخ 11 اردیبهشت 1398 به هنگام تهیه گزارش از بازداشت شدگان گرد همایی مسالمت‌آمیز برگزار شده از سوی سندیکاهای کارگری در خیابان وزرای تهران بازداشت شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب به تاریخ 23 مرداد از آزادی موقت وی با سپردن وثیقه خودداری کرد. این روزنامه‌نگار به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی متهم شده است. بنابر گفته خانواده مرضیه امیری به 10 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. عسل محمدی دانشجوی دانشگاه آزاد و از اعضای تحریریه نشریه دانشجویی گام پس از حضور در دادگاه به همراه دیگر متهم‌های اعتصاب کارگران هفت تپه به تاریخ 13 مرداد روانه زندان شد. ماموران وزارت اطلاعات به تاریخ 14 آذر 1397 پس از بازرسی منزل وی او را بازداشت کرده بودند که در 15 دی ماه سال 1397 با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی به شکل موقت آزاد شده بود. این وثیقه در دادگاه به 1 میلیارد تومان تبدیل شد. هنگام شهیدی از تاریخ 5 تیر ماه 1397 در زندان به سر می‌برد. به 12 سال و 9 ماه زندان را که 7 سال آن اجرایی شده است و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و رسانه‌ای و خروج از کشور محکوم شده است. وی در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را درباره شرایط بازداشت پیشین خود و انتقاد از بی‌عدالتی در دستگاه قضایی و رئیس وقت آن صادق لاریجانی منتشر کرده بود. سپیده مرادی، آویشا جلال‌الدین و شیما انتصاری سه همکار سایت مجذوبان نور و از دراویش گناباد محکومیت 5 سال خود را می‌گذرانند. چه در زندان قرچک و چه در زندان اوین از مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی محروم بودند. نرگس محمدی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر از تاریخ 15 اردیبهشت 1394 در زندان به سر می‌برد. برای 3 اتهام به 16 سال زندان محکوم شده است. 5 سال برای اجتماع و تبانی علیه نظام،
یک سال برای تبلیغ علیه نظام و 10 سال برای تأسیس و همکاری با اجتماع، همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام. مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشتن مجازات اشد، نرگس محمدی باید 10 سال زندان را تحمل کند. با امید بر اینکه بیش از این شاهد نابرابری چه در زمینه جنسیتی چه در زمینه کاری در هیچ یک از جایگاه‌های شغلی نباشیم و همچنین با امید بر اینکه در برقراری عدالت از انسان‌های بی‌گناه به عنوان طعمه استفاده نشود. سپاس بر اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. من کارها می‌کنم. ممنون خانم اسماعیلی. همکاران عزیز، اگر نظری راجع به صحبت‌های خانم اسماعیلی دارن دستشون رو بالا ببرن تا میکروفون رو براشون باز کنم. در حال حاضر، حالا اگر کسی نظر خاصی نداره، من خواستم در واقع یه کامنت بذارم روی صحبت‌های شما خانم اسماعیلی. یه حالا کلن بحث عدم تبعیض بود بین زنان و مردان، اما باز توی سخنرانی شما به نظر من حالا باز یک قسمتیش در واقع یه نوع تفاوت قائل بودید بین خبرنگاران زن و مرد، چرا که فرمودید خبرنگاران زن مجبورن توی یک اتاق با چندین مرد بنشینن. ما در واقع نباید هیچ تفاوتی ببینیم بین خانم ها و آقایان. آره، مثلا دیگه اون اگر بخوایم هیچ تفاوتی نبینیم، اون وقت نشستن یک خبرنگار زن با چندین مرد توی اتاق نباید مشکلی داشته باشه. همونطوری که باز اون دوباره باز بدتر شما فرمودید که یک خبرنگار زن ممکنه مجبور بشه به روستاهای دوردست بره. اگر بخوایم باز هم هیچ تفاوتی نبینیم، همونطوری که بسیاری از آقایون میرن و این کارها رو انجام میدن، قاعدتاً من به شخصه به نظرم اگر قرار باشه هیچ تبعیض قائل نشیم، خب این هم جزء کارهاییه که خانم ها میتونن انجام بدن و یعنی به نوعی باید انجام بدن. و من همونطور که خودتون فرمودید توی سخنرانیتون، 100% به این جمله ایمان دارم که واقعا توی خیلی از زمینه ها اصلا کلا نباید تفاوتی قائل بشیم، بگیم اصلا نباید جدا بکنیم، بگیم خانوم ها یا آقایون، چه میدونم خانوم ها بهترن. چون در حال حاضر متاسفانه حتی توی کشورهای غربی به خاطر فرهنگ های گذشته‌ای که بوده، همچنان خانوم ها پس زده میشدن. اما در حال حاضر توی قرنهای اخیر که به خانوم ها این فرصت داده شده که به زنان این فرصت داده شده که پیشرفت کنن، در حال حاضر میتونیم ببینیم که توی کشورهای اروپایی واقعا زنان پا به پای مردان و حتی گاهی وقتا توی بعضی موارد حتی جلوتر از مردها دارن عمل میکنن و به نحو احسن کارها رو پیش میبرن. باز هم ممنونم خانم اسماعیلی بابت سخنرانیتون. از همکاران عزیز، باز کسی نظر خاصی نداره؟ بسیار خوب، میریم سراغ سخنران بعدی، خانم منا احمدی پور با موضوع ستارگان در تبعید. خانم احمدی پور در خدمت شما هستی. با سلام و درود خدمت شما همکاران گرامی، در خدمتتون هستم با موضوع سخنرانی ستارگان در تبعید. در ابتدا نگاهی به سینمای بعد از انقلاب و تغییرات آن داشته باشیم. سینمای ایران در چندین دوره مورد ستایش جهان خارج بوده و دستاوردهای نیز داشته است. از سال 1359 انقلاب فرهنگی برای افتاد، دانشگاه ایرانی تعطیل گشته و تمام رسانه‌های گروهی، سازمان‌های خبری و انتشارات ایرانی به نظارت دولت انقلابی درآمد. مقام رهبری انقلاب فرهنگی را به روشنی اعلام کرد. ما همه نشریات را رادیو، تلویزیون، سینما را از فساد پاک خواهیم کرد. همچنین باید در خدمت اسلام باشد. در این بین فهرست افراد احضار شده به زندان اوین بسیار بود و دامنه گستری از چهره‌های شناخته شده را در بر می‌گرفت.
برای برخی از افراد اصدار شده احکامی در زمینه ضبط و تصاحب اموال صادر شد و برای برخی هم برای مدتی در زندان به سر بردند. ثبت و شیوه کار جدید صدا و سیما در سال 1359 با اطلاعیه مهدی کلهر مشخص شد و در آن تاکید نظارت همه جانبه بر کارگردانی، نمایشنامه، امور ساخت، بازبینی و در نهایت صدور پروانه نمایش بود و همه این موارد باید از نظر صلاحیت اخلاقی و فرهنگی مورد تایید قرار می گرفت. می توان گفت همه قوانین گفته شده هنر و هنرمند ایرانی را با چالش سانسور مواجه کرد. سانسور در دوره‌های مختلف تاریخ کشور آگاهانه و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد بیماری مهلک بی‌تفاوتی اجتماعی برای ما برنامه‌ریزی شده تا در ذهن و روان اجتماعی ما رخته کند و درونی شود. در تربیت زندگی تاریخی و فرهنگی ما می‌آموزیم این خوره اکتسابی را چون پوست و موی ما بپذیریم. اندیشه و احساسات خود را پنهان کنیم، غم و شادی و عشق و نفرت، ملال و آرزو و تمام غرایز طبیعی‌مان را سرکوب کنیم. و آدم‌های دروغی و جعلی از خودمان بسازیم که نظام‌های اجتماعی‌مان در طول تاریخ از ما می‌طلبند. و این اتفاقی که برای بسیاری از هنرمندان پس از انقلاب پیش آمد. آنان یاد گرفتند چگونه آن که هستند را به گونه‌ای آنی که نیستند بروز دهند. در مقابل هنرمندانی که توانایی خودسانسوری را نداشتند مجبور به ترک کشور شدند. هنر پدیده‌ای است که از دیرباز نقش مؤثری در زندگی انسان دارد و از آن به عنوان وسیله کارآمد و مؤثر در جهت ترویج و تبلیغ اندیشه و یا انتقاد به رفتارهای فردی و اجتماعی استفاده شده است. اما در این میان بیان هنرمند و آنچه می‌خواهد بیان کند اگر با واقعیات، امکانات، نیازها و غیره و یا مختصات جامعه، قوانی، عرف، شرعیات، پیشینه، جغرافیا و غیره انطباق و هماهنگی نداشته باشد، ارتباط مذکور ضعیف می‌شود. و هر چقدر هم که هنرمند متعهد باشد، باز هم اثر هنری مقبول جامعه نمی افتد و بر فرهنگ جامعه تأثیر نمی گذارد و در نتیجه نقش هنرمند در ارتقای فرهنگ جامعه خود تنزل خواهد کرد. بنابراین دولتی که منکر ضعف و کاسیانی است و به حسن نیت و عزم جذب خود برای خدمت و رفع مشکلات اطمینان دارد از شفافیت رسانه‌ای و بازنمایی‌های هنری استقبال می کند و از پرداختن آنها به واقعیت‌های جاری و موضوعات مبتلا به جامعه خوشحال می شود و آثاری را که به نقاط کور و مبهم مزلط می‌پردازند تشویق می‌کنند. در ادامه با توجه به تمامی محدودیت‌های ایجاد شده، زنان بار سنگین‌تر نسبت به مردان متحمل شدند. در حالی می‌توان گفت میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه به ویژه در زمینه‌های فرهنگی هنری تا حد زیادی به برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زنان بستگی دارد. در صورتی که به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه‌های مختلف افزایش می‌یابد. با فقدان چنین دیدگاهی نسبت به زن باعث ایجاد موانعی در قالب‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و غیره شده و باعث از بین رفتن فعالیت زنان در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در زمینه هنری شده است. هنرمندان بسیار پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک وطن خود شدند و تنها دلیل آن آزادی فکر و اندیشه و عملی بود که از بین رفته بود. بدی است که این موضوع برای آنان هم پیش آمده مثبت و هم منفی به همراه داشت. مثبت از آن جهت که هنر ایرانی را به عنوان یک نقاش، خواننده، بازیگر و یا غیره به جهانیان معرفی کنند، و از جهت منفی می توان گفت آنان افرادی ترک شده از جامعه خود بودند. این در حالی است که حکومت و جامعه در نقاط دیگر دنیا حامی هنرمندان خود هستند. حکومت بدون در نظر گرفتن اینکه هنرمندان اصلی مهم برای هر ملیت و کشور هستند، برای نگه داشتن جامعه در خفگان با آنان به مقابله پرداخت. موضوع غم‌انگیز آنجاست که هنرمندانی که بعد از انقلاب مجبور به ترک کشور شدند، تعدادی در حسرت وطن خود در خارج کشور فوت شدند و تعدادی به نحوی تبعیدی هستند و اجازه ورود به کشور را ندارند. افراد بسیاری داشتیم که در اوج شکوفایی هنریشان در ایران باقی ماندند. سالیان سال آنها را به محکمه و بازجویی کشاندند و با خشونت هرچه تمامتر به آنها بی‌احترامی کردند و بعد از شکنجه و عذاب آنها را به کنج تنهایی کشاندند و حسرت یک لحظه هنرنمایی را بر دل شکسته آنها نهادند. برای مثال پرسرصداترین پرونده بازگشت هنرمندی خارج نشین به ایران بازگشت حبیب باشد، بنده قدیمی محبوبی که گفته شد از رئیس جمهوری وقت مجوز ورود گرفت و حتی به او گفته شده با ادامه کارش هم در ایران موافقت خواهد شد، اما در عمل نه تنها نتوانست به طور رسمی کار کند که حتی در گذشت ناگهانیش به این موضوع رفت داده شد.
و در نهایت چنین گفته شد که عمل نکردن دولت به قولهایش باعث شد حبیب ده کنند. از طرف دیگر هنرمندان بسیاری هستند که سالیان طولانی از دادگاه خود دور بودند و حال درخواست بازگشت دارند، ولی با ورود آنها موافقت نشده است. این در حالی است که آنان می‌دانند با ورود بدون اجازه و خودسرانه ممکن است به قیمت جان و زندگیشان تمام شود. می‌توان گفت این بزرگترین حقی است که حکومت می‌تواند از یک فرد سلب کند. غم‌انگیزتر این است که حکومت به گونه‌ای در مورد هنرمندان ادعا کرده است که بسیاری از جوانان متولد دو دهه اخیر ایران واقعاً معتقدند که هنرمندان تبعیدی به میل خود کشور را ترک کردند، در حالی که آنان فقط با ابزار هنر خود آن کشور را ترک کرده و به سختی در طول سالیان برپای ایستادند. هنرمندانی که موفق به خارج شدن از ایران انقلاب زده شدند، در نهایت ناامیدی هر چه داشتند جا گذاشتند و بالاتر از مادیات، ملتی را که خون رگ‌های هر هنرمند است پشت سر نهادند و به کشوری غریب پناه بردند. هنرمندانی که حتی شاید زبان کشور میهمان را هم نمی‌دانستند، از سرآمدان و نامداران کشور خود بودند. باید کاری دیگر را از صفر شروع می‌کردند. بعضی حتی به مشاغل دون دست دادند برای گذراندن زندگی. آنها سختی‌های بسیاری به جان خریدند تا توان پرداختن به کارهای هنری داشته باشند. همچنین هنرمندانی داریم که با وجود پا گرفتن در حریم همین حکومت بالاخره برای بالگوشودن و ترقی مجبور به ترک ایران که هنرش مرزهای مذهبی و بدور از شکوفایی دارد شدن. در انتها میتوان گفت هنرمندان هم مثل باقی افراد جامعه مورد ظلم قرار گرفتن و باری از حسرت و غم را به دوش میکشن. تنها امید ما به روزی است که بتوانیم بدون ترس آزادانه رفتار کنیم و افکار و عواطف خود را بروز دهیم. مرسی از همراهیتون. نمایش رها کنید. تشکر خانم احمدی پور بابت سخنرانیتون و اشاره کردید به خواننده، واقعا خواننده محبوب بنده بودن، جناب آقای حبیب، و متاسفانه دقیقا خیلی من بابت فوت ایشون مخصوصا خیلی ناراحت شدم، چون جزء کسانی بودن که دقیقا اعلام کرده بودن که تو آرزوهاشونه که توی ایران کنسرت برگزار کنن، اما متاسفانه دقیقا حالا همونطوری که گفته شد، حالا دقیقا در جریان نیستیم، اما به خاطر اون مجوز ندادنها اونچنان فشار و ناراحتی بهشون وارد شد که باعث درگذشتشون شد. روحشون شاد. دوستان اگر نظری، پیشنهادی راجع به سخنرانی خانم احمدی پور دارید، کامل شنوا هستیم. بسیار خوب، با این تفاصیل میریم سراغ بخش فرهنگی با موضوعیت روز جهانی مد و طراحی لباس با سخنرانی خانم مرجان شعبان نژاد. خانم شعبان نژاد در خدمت شما هست. مرسی. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان، سخنرانی خود را در بخش فرهنگی با عنوان روز جهانی مد و طراحی لباس آغاز می‌کنم. تاریخ روز بین‌المللی مد در تقویم شمسی برابر است با شنبه روز 18 تیر ماه سال 1401. تاریخ روز بین‌المللی مد در تقویم میلادی برابر است با 9 ژوئیه سال 2022. مد در لغت به معنای سلیقه و استایل به کار می‌رود و در اصطلاح عبارت است از روش موقتی که بر اساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه و سبک زندگی افراد جامعه، از جمله طرز لباس پوشیدن، آداب معاشرت و معماری خانه را طبق آن تنظیم می کنند. مد تغییر سلیقه ناگهانی و مکرر افراد یک جامعه است که منجر به انجام رفتاری خاص و مصرف کالای به خصوصی می گردد. می توان گفت همه افراد جامعه، چه خواسته و چه ناخواسته، به گونه ای تحت تأثیر صنعت مد و زیبایی قرار می گیرند. قوانین مد زندگی روزمره افراد را تغییر می‌دهند و بر اقتصاد،
و گردش پول تأثیر زیادی می‌گذارد. اما در اینجا یه سوالی پیش میاد از آغاز زندگی شهرنشینی. لباس افراد جامعه جزء مهمترین نیازهای انسان شد و با گذر زمان پوشش افراد هم روز به روز دچار تغییر و تحول شد. در ابتدا لباس تنها وسیله‌ای برای حفاظت در مقابل سرما و گرما به شمار می رفت. اما با گذر زمان لباس‌ها کاربردی فراتر این موارد پیدا کردند و به جایگاه امروزی آن رسید. در طول تاریخ مدهای عجیبی بنابر موقعیت جامعه به وجود آمد که برخی از آنها به خاطر ناکارآمد بودن منسوخ شدند و برخی دیگر همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. با گذر زمان و افزایش ارتباطات، مد در زندگی افراد نفوذ کرد و جزئی اساسی برای هر شخص شد. مد با گذر زمان و با تغییر ارزش‌ها دچار تحول می‌شود. این تغییر و تحول را به راحتی می‌توان با نگاهی به لباس‌های مرسوم در قرن 19 و 20 دید. مد با تأثیر فراوانی که بر زندگی روزمره افراد و تمامی انسان‌ها در هر جای کره خاکی گذاشته، نشانی از لزوم وجود روز خاص برای صنعت مد است. همانطور که گفتیم مد در زندگی تمام افراد جامعه نمایان است و این حضور پررنگ مد در هر جامعه ای اهمیت این پدیده و نیاز به اختصاص یک روز در تقویم جهانی را نشان می دهد. بر این اساس روز 21 ماه اوت در سال میلادی را به احترام مدگرایان و طراحان صنعت مد روز جهانی مد نامیدند. این روز علاوه بر ادای احترام و قدردانی از صنعت گسترده و با شکوه مد، بهانه‌ای برای برگزاری جشنی در ستایش زیبایی، هنر و صنعت مد و لباس است. در 21 ماه اوت در کل کشورهای جهان جشن‌هایی برای معرفی طراحان و طراحی‌های برتر سال برگزار می‌گردند و جوایزی به آنها اهدا می‌گردند. در روز جهانی مد، طراحانی مورد تشویق واقع می‌شوند و موفق به دریافت جایزه می‌شوند که قوانین مد را به طرز خلاقانه مورد تغییر و تحول قرار دهد. از بین طراحان برتر جهان می توان به افرادی چون مارک جاکوبز، دومنیکو دولچه و استفانو گاباتا، الکساندر مک‌کوئین، تام فورد، دوناتلا و جیانی ورساچه نام برد. در زندگی امروزی مد از هنر به یک صنعت تبدیل شده است. با وجود تغییرات هر روزه مد، مشاغلی به وجود آمده که تحت تأثیر قرار می گیرند. افراد جامعه نیز همینطور. آنها خواسته یا ناخواسته چه رنگ و یا طرح البسه‌شان را با مد پیش می‌برند. هرچند که مد روز بودن دردسرهای خاص خود را دارد، زیرا گاه طرح‌ها و یا رنگ‌های مد می‌شود که سلیقه عام نیست. کریستیان دیور متولد فرانسه می‌باشد. او از نام‌آوران عرصه مد می‌باشد. ایشان از سال 1935 شروع به کسب درآمد از راه فروش طرح‌های خود کرد و در سال 1946 سالن مد خود را افتتاح کرد و از آن پس پاریس به مرکز مد تبدیل شد. مد و لباس در ایران. امروزه مد تبدیل به مقوله‌ای شده است که تقریباً همه افراد یک جامعه با آن سر و کار داشته و درگیر آن هستند.
با توجه به ارتباط لباس و مد با هنر، ادبیات، مذهب و نیز اقتصاد، طبقه و حتی هویت اجتماعی افراد نمیتوان منکر تأثیر مد یا فشن در جوامع شد. از این رو با رشد صنعت طراحی مد و لباس طی چند دهه گذشته، تقاضا برای پوشاک و همچنین طراحان مد و لباس به طور روزافزونی در حال افزایش است و همین امر موجب شده است که مد و فشن به حرفه‌ای تخصصی و صنعتی مستقل برای خود تبدیل شود. دغدغه‌های طراحی لباس در ایران. 100% دغدغه و سختی‌های بسیاری در این مسیر طراحی لباس در ایران داریم، زیرا ما یک کشور اسلامی هستیم و محدودیت در لباس داریم که همین بزرگترین سختی در طراحی لباس در ایران است. زیرا وقتی محدودیت هست، دست شما در طراحی زیاد باز نیست. مانتوی اجتماع رو در نظر بگیرید که مجبورید برایش دکمه بذارید. البته کمی این محدودیت کمتر شده، اما باز باید برای طراحی های خود دکمه در نظر بگیرید. یا به طور مثال، ما در ایران نمیتونیم شلوارک بپوشیم بیایم خیابون و در نهایت خلاقیت ما معطوف میشود روی شلوار و همین مانتو که عام جامعه دنبالش هستند، لباس مجلسی هم میتوان مانور داد. اما باز به عنوان محدودیت ها، مگر هر شخص سالی چند بار به مجالس عروسی دعوت می شود؟ بنابراین استفاده از لباس های خیابانی که همان مانتو شلوار است بیشتر است. اما شما روی مانتو شلوار که مد نظر است می توانید مانور دهید که بتونید فروش داشته باشید. حتی لباس های سنتی ایران هم جنبه زیباشناسی دارند. جدا از این که طبقات اجتماعی و جایگاه افراد را نشان می‌داد، بسیار زیبا بود. اما طراحان ما وقتی از این منبع نمی‌توانند به آن وفادار باشند، مجدد به سمت سبکی می‌روند که فروش لباس‌ها الهامی راحت و بیشتری داشته باشد. زیرا نگاه عمیقی در ایران به این رشته نمی‌شود و فقط به فکر درآوردن پول هستیم. بنابراین تا وقتی که بستر فرهنگی فراهم نشود، نمیتونیم لباس ایرانی هنری که نشان دهنده تاریخ و هویت ما است را نشان دهیم. یکی دیگر از سختی های طراحی لباس در ایران که بسیار مهم است و در آگاهی و اطلاعات شما تاثیرگذار است، نمایش فشن است. فشن که در آن طراحان مد یا برند و تولید کننده در آن حضور دارند. متاسفانه در ایران این امر اتفاق نمی افتد، یا در صدا و سیما که بخواهد در رابطه با این موضوع صحبت کند، یا سایت معتبری باشد که در این زمینه تخصصی فعالیت داشته باشد. دانشگاه‌های ایران هنوز دارند با سیلابس های در 30-40 سال پیش تدریس می کنند. در دنیای امروز اصلا هیچ مباحثی آموزش داده نمی شود. در دانشگاه های ما یک سری از مباحث در مقطع کارشناسی تدریس می شود و بعد همانها را در مقاطع کارشناسی ارشد هم تکرار می کنند. دانشجوها در این فضای ایراددار آموزش می بینند و بعد خودشان استاد دانشجوهای بعدی می شوند. کشور ما تا نتواند تولید دانش کند، هیچ فایده ای ندارد. در ایران تفرک مدرک گرایی جایگزین تفکر پرورش تکنسیان و متخصص شده است. هر مدیر جدیدی که می آید هم این رویه را تغییر نمی دهد، چون عوض کردن سرفصل‌های درسی و رویکردهای آموزشی جرأت می خواهد. الان کسی که نساجی یا پژوهش هنر خوانده، طراحی لباس آموزش می دهد. باور کنید که این کار صحیح نیست، چون اینها هیچ ربطی به هم ندارند. مثلا شما میبینید که فلان بازیگر با یک شرکت چرمی قرارداد میبنده، ولی حتی در یکی از فرش قرمزها هم لباس چرم نمیپوشه. مجلات هم نقش اساسی در جریان سازی مد دارند. وقتی یک هفته مد برگزار میشود، تا مدت ها در مجلات راجع به آن صحبت میشود.
و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در دنیا چنین اتفاقی به صورت جدی می افتد و خیلی وقتها برندها از نوشته های منتقدانه یک سری از نویسندگان وحشت دارند. آن وقت در ایران نویسنده مطرحی در حوزه فشن وجود ندارد. همینطور در طول سال جشنواره های متعددی برگزار میشه، اما آیا پوشش سلیبریتی ها در این جشنواره ها مورد بررسی و تحلیل واقع میشن؟ خیلی ممنون که به مطالب من گوش فرا دادید. ممنون خانم شهرنژاد در بخش فرهنگی. ممنون جناب منیری که از اول جلسه همکاری کردید. خیلی هم عالی. دوستان بخش فرهنگی در مورد مد لباس رو به تعجب اینکه روز جهانی داره این هنر مثل خیلی از هنرهای دیگه و ویدیویی که اول پخش کردیم مرتبط با موضوع بخش فرهنگی مون بود، اینکه مد لباس در دنیا چه جایگاهی داره و در ایران چه جایگاهی داره و تعریف کاملا متفاوتی که از مد لباس توی ایران با توجه به قوانین جمهوری اسلامی حاکم هست. اگر موضوع هست که میخواین در رابطه با مد لباس به اشتراک بذارین ممنون میشم، میشنویم ازتون. وگرنه میتونیم بریم سراغ بخش آزاد جلسه. بحث آزاد جلسه در مورد حق آزادی قلم، مجوز چاپ کتب و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی. خب همطور که در جریان هستید، سازمانی که مسئول دادن مجوز برای انتشار کتاب در ایران هست، اداره ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامیه که این امر رو به عهده داره و یک سلسله مراتبی هست که جهت مجوز چاپ کتاب داده میشه، یعنی کتابی که قرار چاپ بشه یک مراحلی رو باید پشت سر بگذاره، هزینه های رو باید پرداخت کنه که این کتاب ها به چاپ برسن. اما در دهه اخیر این اتفاق خیلی به سختی و با ممیزی های خیلی زیادی داره اتفاق میفته که اگر تو هفته قبل توی لایو برنامه که سرکار خانم بیرجندی با آقای موسوی داشتن حضور داشتین، آقای موسوی خیلی در مورد این موضوع صحبت کردن، به نکاتی اشاره کردن که واقعا غم انگیزه، اینکه یک شاعر در ایران از اینکه کتابش با حذف دو تا شعر اجازه مجوز گرفته ابراز خوشحالی میکنه. یعنی وضعیت چاپ و کتاب در حال حاضر توی ایران به این صورته. یکی از دیگه از قوانین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اینه که بعضی از کتاب ها کارت چی میگن اسلام بهشون، کارت مجوز چاپ دائم بگیرن. یعنی این کتاب تا اون زمانی که فروش داشته باشه و به چاپ چندم برسه اجازه چاپ داره. مثلا بعضی از کتاب های دقت کردیم مثلا روش نوشته چاپ 25، یعنی برای هر چاپ مجدد نیاز نیست که مجوز گرفته بشه. اما جدیداً اتفاقی داره میفته که اداره ارشاد داره اون مجوزهایی که خودش قبلا به نویسندگان یا شاعران داده داره اون مجوزها رو لغو میکنه به دلیل اینکه سختگیری هاشون بیشتر شده. یه سری از کتاب ها مثلا 10 سال پیش مجوز گرفتن ولی الان بررسی کردن دیدن خب این کتاب داره یه حرفایی میزنه که با نظام جمهوری اسلامی ممکنه مغایرت داشته باشه، نه 100% از دیدگاه خودشون، پس اون مجوزها رو لغو میکنن. و این اتفاقاتی هست که در حال حاضر توی ایران داره برای ناشرین، برای نویسندگان جهت نشر کتاب اتفاق میفته. به گفته برخی از ناشران، وزارت ارشاد اخیراً اقدام به ابطال کارت دائم به برخی از کتاب‌ها کرد، همینی که خدمتتون الان عرض کردم. خب یک شورای هم توی اداره فرهنگ و ارشاد تشکیل میشه به اسم الان دنبالت شورای بررسی کتاب ها، سوابق مؤلفان، مترجمان
که این شورایی که یعنی از چند نفر تشکیل شده که مسئولین ارشادن و باید اون کتابی که به دستشون میرسه رو بررسی کنن، بخونن و در صورت امکان اجازه چاپ بهشون بدن. بعد وقتی تو سایت فرهنگ و ارشاد میری، خودشون توضیح دادن که خب این یک پروسه یک ماه هست، از وقتی کتاب به دست ما برسه تا وقتی بخونیم و مشکلاتش رو حل بکنیم، هزینه هایی که باید رو پرداخت بکنید، یک ماه پروسش طول میکشه که شما مجوز رو دریافت بکنید. اما این فقط چیزی که اونا دارن میگن و در واقعیت اصلا همچین چیزی اتفاق نمیافته. بعضا این پروسش رو حدود یک سال طول میکشه، حالا به هر دلیلی که خودشون میدونن و اصلا کاملا غیر منطقیه. و این تازه خوشبینانه شه، یعنی در صورتیه که مثل اون دوستمون که آقای موسوی گفتن با حذف یکی دو تا شعر مجوز بهش داده بشه، ولی اگه نخوام بهش مجوز بدن یا میبینی 6 سال کتاب در دست اداره ارشاده و نه خبر اینو میدن که اجازه چاپ نگرفته و نه خبر اینو میدن که اوکی میتونی برید با انتشارات صحبت کنید و کارتون رو ادامه بدید. و اتفاقی که داره انجام میشه در حال حاضر، صلاحیت نویسندگان و ناشران به لحاظ حرفه یا اخلاقی بررسی نمیشه. باز یکی از به نظر من مشکلات جمهوری اسلامیه که همونجور که توی همه موارد هیچ کس سر جای خودش نیست و طبق سوادی که داره کاری که میکنن انجام نمیده، این موضوع در اداری فرهنگ هم استثنان نیست و متاسفانه کسایی که نشستن و دارن این کتاب رو بررسی میکنن و اجازه چاپ میدن اصلا صلاحیت این کار رو ندارن در واقع. بحث آزاد رو با این سوال مطرح میکنم که راهکارهای شما، چیزی که به ذهنتون میرسه برای جلوگیری از این اتفاقها چیه؟ آیا یک هنرمند باید از موضع خودش کوتاه بیاد و اون چیزی که اداره فرهنگ و ارشاد دوست داره ببینه، بخونه یا بشنوه رو باید در اختیارشون بذاره که کارش انجام بشه، کتابش چاپ بشه یا هر چیز دیگه، یا نه باید تو موضع خودش وایسته و از اون چیزی که میخواد دفاع کنه و شاید هم هیچ وقت کتابش چاپ نشه، شاید هیچ وقت کتاب شعرش چاپ نشه، شاید هیچ وقت اون چیزی که توی ذهنش هست نرسه. این دو تا راه به نظر من دو تا راه سخته، یعنی هر دوش سخته. اون کسی که توی اون جایگاه قرار داره به نظر من واقعا با یه انتخاب سخت مواجهه چی کار کنه. یعنی به نظر من نویسنده‌ای که فقط کار نویسندگی بلد انجام بده، فقط بلده بنویسه و از این راه پول در بیاره، این وسط چی کار باید بکنه؟ آیا تو موضع خودش بمونه یا تغییر موضع بده و چیزی بنویسه که خواهان، یعنی مورد پسند جمهوری اسلامی قرار بگیره؟ ممنون میشم تو بحث آزاد شرکت کنی، من رو دست راه نمایی کنید که مایکو براتون باز کنم. خانم بیرجندی بفهمید. درود مجدد. ممنون خانم دژم عزیز که این وقت رو به من دادین. من اول یه نکته رو بگم که چقدر الان مطمئن‌تر شدم که هنرمندان چقدر میتونن تأثیر بذارن روی افراد جامعه. از زمانی که آقای رسولوف و جعفر پناهی و اینا رو دستگیر کردن، یعنی بیشتر مطمئن شدم که چقدر این حکومت وحشت داره در واقع از جامعه هنرمندان. اما در مورد سوالی که فرمودین، ببینید در واقع اون مسئله اصلی که هست اینه که جمهوری اسلامی، یعنی در اون ناظرینی که بخوام بگم در مورد کسانی که کتاب میفرستن برای چاپ و برای انتشار و یه گروهی هستن که اونا رو نظارت میکنن و از فیلتر اونا رد میشه، چون تی صحبت که من اتفاقا فرمودین شما تو صحبتون با آقای موسوی داشتم، یه چیزیه که شاید از نظر یک نفر مورد تایید بشه رد بشه، ولی من حتی از ایشون شنیدم که نفر بعدی هم وجود خواهد داشت یا نفرهای بعدی وجود خواهند داشت که حتی کتابی که مجوز چاپ گرفته رو باز متوقف کنن، نذارن که منتشر بشه. پس نتیجه بخوایم بگیریم اینه که در واقع اصلا هیچ اعتمادی نیست به این که
رو چه اصولی این استاندارد خاصی ندارن اینا که بخوایم بگیم طبق اون استاندارد نبوده، در واقع طبق سلیقه افراد، و اینم میدونیم که هر شخص سلیقه خاص خودشو داره و برداشتش از هر موضوعی هم کاملا سلیقه‌ای و شخصیه و طبق استاندارد نیستش. و مثل همین خانم ربانی که بچه‌ها در خانم مهدی عزیز توی خبرها گفتن، من حالا دقیق نمیتونم بگم به چه چیزی بود، ولی واژه اون شعری که داشتن که به خاطر اون دستگیر شدن، بوسه بر نماز نمازت یا نمازهایت با بوسه با عشق بر نمازت، یه همچین چیزی بود، یعنی تازه نماز و نمیدونم اینجور چیزا توش بود که حالا بهش اتهام توهین به مقدسات زدن. مرسی، ممنون که فرصت به من دادی. ممنون از شما خانم ریجندی برای مشارکت. بله، یه اتفاق دیگه هم که جالب بود من همون روز از آقای موسوی شنیدم که اصلا حتی ممکنه مجوز چاپ به کتاب ها داده بشه، کتاب چاپ بشه، بعدن از توی کتاب فروشی ها جمع بشه، یعنی عده‌ای هستن که بعد از اینکه مجوز داده شد همه اتفاق افتاد، میتونن برن کتاب از توی کتاب فروشی ها جمع کنن و اون نویسنده رو دستگیر کنن. و همچون که خانم بیرجندی گفتن با سلیقه شخصی، چون هیچ قاعده و قانونی وجود نداره. جناب منیری، مایک برای شما. مرسی بابت وقتی که بنده دادید. من در مورد این موضوع که چه راهکاری میشه ارائه داد، اتفاقا بهترین راهکار رو کلن ننوشتن کتاب میدونم، چون به قول شما هیچ حساب و کتابی روی جمهوری اسلامی نیست و دقیقا تنها حسابی که میشه روی جمهوری اسلامی ایران کرد اینه که اصلا هیچ حسابی نباید روش کرد. تنها قطعیتی که راجع به این رژیم میشه گفت، و ما خیلی ها رو میدونیم که اصلا کلا به خاطر نویسندگی، خیلی از نویسنده ها رو به خاطر نویسندگی در واقع چی بهش میگن؟ اسمش یادم رفت، مدهور الدم میدونم، و کلا به قول معروف کشتنشون و قتلشون رو حلال میدونن. به نظر من کلا نویسنده ها به هیچ عنوان نباید ریسک بکنن اگر میخوان یک زندگی حداقل بدون مشکل رو در پیش بگیرن. واقعا اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم که نویسنده معاشش از راه نویسندگیه، اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، اگر نه نویسنده صرفا به عنوان یک، حالا نمیشه گفت تفریح یا هابی، اما به عنوان یک کار جانبی به کار نویسندگی میپردازه، اون وقت دیگه اون شخص فرقی نمیکنه که کارهاش مجوز بگیره یا نگیره. آره میتونه پافشاری بکنه و هیچ مشکلی هم نداره، اما خب ما خیلی آنو میشناسیم که خیلی از نویسنده ها رو که در واقع معاششون از طریق نویسندگی، من یعنی خودم رو جای اون اشخاص میذارم، اصلا عاقلانه نمیدونم که بخوام روی یه سری افکارم پافشاری بکنم، و اون و به اون اشخاص کاملا حق میدم که از موضع خودشون پایین بیان و به قول معروف بتونن حداقل زندگی عادیشون رو داشته باشن. مرسی بابت وقتی رو بند دادید. ممنون از شما برای مشارکت. این شاید در میدونین مشکل چیه به نظر من؟ مشکل اینجاست که اگه به نظر من، یعنی من به عنوان مخاطب به یک نویسنده که بدونم صرفاً برای رفع امور مالیش داره این کارو میکنه، من واقعا ازش شاکی میشم، چون که احساس میکنم اینجا یکم رسالت هنرمند میره زیر سوال. اگر شما یک هنرمند منتقد هستی و دغدغه نان داری، نمیتونی صرف این که به خود شخصت فکر بکنی بری تو موضع از موضع خودت کوتاه بیای و اون کاری که دوست نداری رو بکنی، صرف این که مثلا بگی خب من الان اگه این کتاب رو چاپ نکنم ممکن از گشنگی بمیرم. نمیتونم، واقعا من تو جایگاهی نیستم که خودم رو جای اون افراد بذارم، ولی از بیرون به عنوان یه مخاطب که دارم نگاه میکنم، به نظر من اگه باشم، یعنی چیزم به عنوان مخاطب، ناراحتم از اینکه این کارو میکنه. همونجور که مثلا تا الان چه میدونم خیلی از فیلمسازا، بازیگرا یا هر کسی دیگه تو این مدت اخیر
صدای مردم نبودن با اینکه میتونستن باشن. به نظر من اینم از اون قاعده مستثنا نیست، یعنی یک نویسنده اگه میتونه صدای مردم باشه ولی نیست و داره شخصی میره جلو، به نظر من نه، من یعنی اگه باشم به عنوان یک مخاطب دیگه چیز فالوش نمی کنم. خانم بیرجندی ممنونم مجدداً. باز آقای منیری چالشه رو ایجاد کردن اینجا. آقای منیری دقیقا مثل این میمونه که الان مثلا به شما چون یه فعال حقوق بشر هستی و میدونیم هم که چه مشکلاتی در ایران مخصوصا برای فعالان حقوق بشر هست یا برای اصلا کلن انسان ها با حق آزادی بیانشون، بگیم حرف نزن، صحبت نکن و به خاطر اینکه نگیرین اصلا حرف نزنه اون آدم، نمیشه این حقا بگیری. همون اندازه که یه جامعه احتیاج به دکتر و مهندس و نمیدونم پرستار و هرچی داره، به هنرمندم نیاز داره و اون هنرمند واقعا تمام حس وجودش، فکرش، همه چیش، اون خلاقیتی که در واقع از ذهنش داره تراوش میکنه و مینویسه و اونو میخواد در اختیار مخاطباش بذاره که بخونن، این رو نمیشه جلوشونو بگیری و بگی تو ننویس، به خاطر اینکه بنویسی مثلا حالا سرکوب میشی، بازداشت میشی یا کتاب چاپ نمیشه. به نظر من اتفاقا هم باید انقدر بنویسن و انقدر مردم باید آگاه بشن که این حق به اون هنرمندا داده بشه، نه اینکه اونا با سکوت خودشون و سانسور خودشون و اینکه خودشون خودشونو بخوان چی میگن بهش ساکت کنن، بخوان جمهوری اسلامی همین جور اون رویهش رو پیش ببره تا زمانی که واقعا همه ساکت شن و هیچ کس حرف نزنه و چیزی که الان هست در واقع تو جامعه ما. پس ببخشید آقای منیری، من با نظر شما 100% مخالف بودم. ممنونم خانم بیرجندی برای مشارکت. بله متاسفانه منم با آقای منیری جهت خودسانسوری کاملا مخالفم. خانم مهدیه خیلی متشکرم که در اختیارم گذاشتید این وقت رو. خواستم بگم دقیقا علت این که الان تمام بخش های ما توی جامعه از جمله بخش هنری، بخش نویسندگان، هر بخشی داره رو به فساد میره و هویت خودش رو از دست میده، دقیقا به همین خاطره، چون هیچ راهی برای این افراد نذاشتن و طرف که داره از راه نویسندگی که فقط بلده داره معیشتش رو کسب میکنه، زندگیش رو اداره میکنه، هیچ راهی غیر از این نداره که افکار خودش رو بذاره کنار و طبق اون چیزی که اونا میخوان عمل کنه و دقیقا نویسندگی خودش رو زیر سوال ببره و همین میشه که این جامعه نویسندگان داره رو به فساد میره و اون نویسنده‌های واقعی خودشونو میکشن کنار، چیزی چاپ نمیکنن یا بازداشت میشن یا رفته رفته این افکار از بین میره، به جاش چیزای دیگه میاد که اصلا اون هویت اصلی یک نویسنده نیست متاسفانه. خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادید. ممنون از شما برای مشارکت. آقای منیری من احساس میکنم که خانم مدیپور هم با شما مخالفت بکنن، بعدش ما مایکو برای شما باز کنیم. بفرمایید خانم. بله مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتین. صادقانه میشه گفت که موضوعی که بیان شده دقیقا به دلیل وجود فساد دقیقا در قسمت هنریان که در ایران به وجود اومده و یه کاملا به شکل سلیقه‌ای شده، نمیشه جهت خاصی در نظر گرفت. از یه طرف دقیقا همون که شما گفتین، نمیشه به یه هنرمند گفت که موضع خودتو عوض کن به شیوهی که میشه و عرف جامعه از پیش برو، نمیشه بهش گفت که کلن کاری که در اون تخصص داری و شیوه زندگی سر رو انجام بده. و اینجا بود به این رسیدم که فکر میکنم به خاطر این تنها دلیلیه که باعث شده بسیار هنرمندا الان از ایران خارج بشن و شاید تنها راهیه که هم میتونن به فعالیتشون آزادانه ادامه بدن و خدا رو شکر با وجود اینترنت و
فضایی که موجوده، اگر کسی واقعا دنبال کننده یک هنرمند، بازیگر، نویسنده باشه، به راحتی میتونه کاراشو دنبال کنه و اون هنرمندم خب داره کارشو انجام میده. من فکر می‌کنم این میانه تنها کاریه که میتونه اگر یک فرد به عنوان هنرمند اعتراضی بر خودش انجام بده. مرسی از وقتی که دادید. مرسی از شما. ممنونم. قبول نمود ولی چون روی لبه تیغ بودی. این قبول نیست. بفرمایید آقای مولوی. مرسی. من اول از همه حالا اتفاقا من یه نکته خدمت رو عرض بکنم. من سخنرانی خانم اسماعیلی من یه نقدی کردم، این کلم فرای همین صحبت هاست، من به خانم اسماعیلی کلم بحث بانوان شده بود، بعد فکر کنم خانم احمدی پور بود سخنرانی بعدی بود که باز دوباره اشاره کردم به بانوان. من فقط میخواستم یه اشاره بکنم به این جلسه مون که بانوان شدیداً تو این جلسه فعال هستن. دم همه تون گرم. من حالا در ادامه اون اتفاقا خانم احمدی پور به اون نکته اشاره کردم. من عرض کردم اگر بخوان توی ایران فعالیت بکنن معتقدم نباید بهشون سخت بگیریم. بعد از طرفی شما خانم دژم یک جایی یک فرض اشتباه کردید، گفتید اگر قرار یک هنرمند منتقد باشه، چرا حتما باید هنرمند منتقد باشه؟ هنرمند صرفا میخواد هنرش رو ارائه بده، نه اینکه بخواد صرفا منتقد باشه. شما گفتید اگر هنرمند منتقد باشه باید به این روش ادامه بده. خانم بیرجندی هم به این شکل. من میخوام بگم که باز هم میگم خیلی بهشون سخت نگیریم. از اون طرف میخوام اینو بگم، حالا اون نویسنده هایی که روی رویه پیشین خودشون همچنان پافشاری کردن، فکر میکنی جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی دغدغه این نویسنده ها رو داره، نگران وضعیت این نویسنده هاست؟ خانم بیرجندی به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردن، واقعا یادم رفته خانم مهدیه بودن یا خانم بیرجندی، اما اینکه اینها اگر به همین رویه همچنان ادامه بدن باعث میشن مردم آگاه بشن. اما خب این هنرمندا هم به هر حال زندگی خودشونو دارن، به چه قیمتی، تا چه حد باید زندگی خودشونو فدا بکنن، تا چه حد ما باید ازشون انتظار داشته باشیم که بخوان از زندگی خودشون مایه بذارن و روی اون طرز فکر پایه‌ای که دارن پافشاری بکنن. از یه طرف ببخشید من الان زیاد دارم صحبت میکنم، من یه اشاره کوچولو هم به صحبت های خانم احمدی پور داشته باشم. ایشون فرمودن که ایشون دقیقا درست گفتن، به این دلیله که خیلی از هنرمندا میرن خارج از کشور، اما من معتقدم به هر حال در هر صورت هنرمندای خارج از کشور اون تبلوری که باید رو نخواهند داشت و اون چیزی که باید بشن و نمیشن خارج از کشور. نه منظورم اینه که اگر همون شرایط توی کشور خودش باشه، نه توی جمهوری اسلام، منظورم اگر همون شرایط برابر خارج از کشور رو توی وطن خودشون داشته باشن مسلماً بسیار بیشتر جلوه میکنن. اما متاسفانه من دقیقاً کسی که میخواد حرف خودش رو بزنه، من با باز با خانم احمدی پور اینجا موافقم، کسی که میخواد کار خودش رو بکنه، ما اگر توی ایران باشه نباید ازش زیاد انتظار داشته باشیم، بهشون حق بدیم. حالا اونهایی که من همیشه نمیگم اگر داره انتقاد میکنه و فداکاری میکنه دمش گرم، واقعا ازش ممنونم، اما اون کسی که این کارو نمیکنه شاید نباید اونقدر بهش خورده گرفت. اما اگر کسی میخواد مسیر خودش رو بره و مسیر اون حرف خودش رو بزنه، واقعا بهترین راه به نظر من رفتن خارج از کشوره، اگر بخواد به اون مسیرش ادامه بده. مرسی بابت وقتی که من دادید. ممنون شما. من یه موضوعی شفاف سازی بکنم، اونم در مورد این که اصلا به چه کسانی مجوز چاپ کتب ارائه نمیشه. خب مسلمان به یک انسان معمولی که قصه می نویسه، رمان می نویسه، کتاب روزانه می نویسه یا هر چیز دیگه، که اینا با اینا که مشکل نداره اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، به اینا که راحت مجوز میده. اون کسی مجوز نمیگیره که داره یک
چه میدونم طنز تلخی تو کارشه، یه انتقادی داره میکنه، یا به هر صورتی توی هر کوچکترین زاویه‌ای با جمهوری اسلامی قرار گرفته، اون آدمه که مجوز نمیگیره و ما واقعا امروز داریم اون دسته از هنرمندا رو مورد بررسی قرار میدیم. و اون دسته از هنرمندا به نظر من، آقای ماهینی من براتون احترام زیادی قائلم، ولی اون دسته از هنرمندا اگه همشون ول کنن از ایران برن، پس چه اتفاقی میفته؟ این مثلا هیچی هیچ وقت عوض نمیشه. اجازه بدیم من اول مایک خانم ویرجندی رو باز کنم. بفرمایید خانم ویرجندی. سپاس مجدد. یاد حرفای اون خانومی که تلویزیون اومدن صحبت که اسمش رو یادم رفت، که دقیقا گفت هر کی ناراحت جمع کنه بره، یاد اون حرف افتادم. آقای مانی یشا وعیده. ولی صحبتی که میخوام بکنم اینه که اولا صحبت من در واقع راجب این نبود که حالا هنرمند منتقد باشه، من راجب کل هنرمند نویسنده ها اصلا، حالا یا شاعرها صحبت کردم یا حتی نمایشنامه نویسا. ما میبینیم که فیلمای سینمایی ما، حالا یا تئاترای ما، مگر اجازه پخش یا اجرا نمیگیره، هم ایراد به متن فیلم یا فیلمنامه گرفته میشه، در واقع موضوع نویسنده ایه که طرح کرده. موضوعی که میخوام بگم اینه که یه بخشی از این قضیه هنرمندا مربوط میشه به انتظار افراد جامعه از هنرمندا، بخش عظیمش در مورد خود اون هنرمند و اون هدف و رسالت خود اون هنرمنده که داره. یعنی من و شما در واقع توی اون هدف اون آدم یه تأثیر خیلی کمی داریم، یعنی اونقدر مؤثر نیستیم از این که بخوایم بگیم ما چون انتظار داریم تو این کارو انجام بده و اون بگه من نمیتونم یا میتونم. ولی اون هنرمندی که واقعا هنرش براش مهمه و ارزش داره و هدف داره از این که، حالا میگم هدف انتقادی نه، هدف نویسندگی داره، دوست داره که اون آثارش رو در واقع اثرش رو خلق کنه و حالا به مخاطبینش برسونه، وقتی اونو داره انقدر براش ارزش داره اینو که حالا صد بار هم که داریم، بسیاری از نویسندگان رو داریم الان تو زندان هستن ولی دست از مبارزهشون بر نداشتن. شاید من صحبتی که اتفاقا با آقای موسوی کردم گفتم شاید در اون لحظه اون نویسنده اون چیزی که خلق کرده در اون لحظه واقعا اون تصویر یا اون هدف این مخالفت یا انتقاد یا چیزی رو نداشته، واقعا یه موضوعی بوده براش جذابیت داشته و خواسته اون رو بنویسه، حالا چه داستانش کنه چه هر چیز دیگه ای. اما وقتی میره زیر دست ناظرین، اون سلیقه ها در واقع و برداشت ها باعث میشه که اون کتاب یا اون نوشته در واقع من بشه و اجازه انتشار داده نشه. ولی این سویه سیاسی بگیره. آره واقعا اون لحظه، واقعا شاید اون نویسنده قصد این که بخواد نقدی کنه یا سیاسی باشه صحبتی که داشته، نوشته ای که داشته، نبوده. این برخورد اون اینه که بس اگر واقعا اهمیت داشته باشه واسه اون سری از هنرمندایی که پا پس نمیکشن یا از ایران نمیذارن برن، مطمئنن ادامهش میدن مسیرشون رو، حالا به هر قیمتی که بشه، چون براش هدفش ارزش داره. ممنون که بایکو به من دادید. ممنون از شما. من موافقم با اتون و حالا ما اجازه نداریم اسم بیاریم توی جلسات. من هنرمندایی میشناسم بسیار اسمی نامدار در واقع مشهور در ایران که توی ایران زندگی میکنن با شرایط خیلی خیلی سخت، همه خانوادهشون بچه هاشون همشون خارج از ایران هم، ولی خودشون ایران هم. درست همون نکته که خود آقای منیری اشاره کرد، تبلور هنرمند، یعنی اونا جای دیگه ای، میگه خود اون آدمی که همش دارم میگم، میگفت من هر جای دیگه دنیا برم چیکار کنم؟ میگفت هنر من برای همین سرزمینه خلاصه شده، توی همین چارچوبی که توش به دنیا اومدم، بزرگ شدم و زندگی کردم همه عمرم. من خودم رو با همه پول بارم جمع کنم برم یه جای دیگه، هیچ کس من رو نمیفهمه. و واقعا حرف منطقی میزنه، یعنی به نظر من حرفشون قابل درکه. خانم احمدی پور بفرمایید. شما اگر رو تیغی هنوز قبول نیست، حالا من گفتم نه، فکر کنم در ادامه موضوعی که پیش اومد باز دو تا جبهه گرفت. جبهه یک، هنرمندایی که شاید
میتونیم بگیم که اعتراضی هستن، هنرمندانی که شاید از بدشانسیشون، مثل دقیقا مثالی که خانم بیژندی زدن، خانمی که یه بیت شعر بود شاید واقعا هم قصدی نداشته و گیر افتاده، و به خاطر همین میتونیم بگیم ما اون دستاشو در نظر میگیریم، هنرمندایی که واقعا اعتراضی هستن، میخوان آگاه سازی کنن. مشکل اینجاست که اگر که من به عنوان این هنرمند میخوام توی مملکتم آگاه سازی کنم، ادامه بدم، حالت اعتراضیمو داشته باشم، در نهایت اجازه چاپ کتاب میگیرم، اگه فیلم نامه نوشتم میتونم به اکران اینو برسونم، پخشش کنم، میدونین، جایی اگر جلوی این گرفته بشه، پس در نهایت زحمت اون هنرمندم هدر میره. خوشبینانش اینه که توی مملکتش بدون آزار و اذیت و زندان هدر بره، چه بسا اگر بیفته زندان و اتفاقات دیگر، قطعا اونجا اون هنر استوب میشه. پس به خاطر اینه که اگه اون هنرمند میخواد کارشو ادامه بده، چه راهکاری از چه نتیجه میگیره از اون حرکت اعتراضیش، میتونه مقابله کنه با این حکومت، حکومتی که کاملا سلیقه‌ای شده، روی هیچ چیزی هیچ حسابی نمیشه باز کرد. و به خاطر همینه اگر اون فرد بخواد به فعالیتش همچنان ادامه بده، قطعاً هیچ فایده‌ای خوب نخواهد داشت. به خاطر همین نه جهت آقای منیریو میتونم بگیرم، نمیتونم بگم که یه چیزی واقعا اینجا میشه فهمید که بار خیلی سنگینی رو دارن هنرمندا متحمل میشن. دقیقاً یک موضوع غافل نشیم ازش، که اینو من همیشه جلسات کانون خیلی یاد گرفتم، این که این از موضع پایین نیومدنه شاید در ابتدای راه اذیت کننده باشه، شاید اینا 100 تا 200 تا 1000 تا هنرمند رو بگیرن بندازن زندان، ولی تا کی میتونن به این رویه ادامه بدن؟ این که ما شونه خالی کنی از ترس یا از هرچی، از فشار، از ممیزی یه بحثه، این که شونه خالی نکنیم تو جایگاه خودمون بمونیم یه بحث دیگه است، که به نظرم با صبوری و اتحاد به جواب مثبت میرسیم توی این راهه. درسته که اولش خیلی سخته، درسته که عده زیادی از آدم ها ممکنه کشته بشن، مثل هر انقلابی که تو هر جای دنیا رخ داده یه سری آدم مردن، کشته شدن، ولی در نتیجه از صبوریشون، از اون اتفاقای بعدی که افتاده، یه چیز خوبی که میخواستن و دریافت کردن. یعنی به نظر من این اون بهاییه که ما برای تغییر باید بدیم و آدم هایی باید قربانی بشن این وسط. حالا من واقعا این جمله که دارم میگم درسته یا نه، ولی بهای هر تغییراتی یه سری سختی هاست، که این اون سختیه که ما در حال حاضر تو ایران باش مواجهیم، و اگه واقعا تو جایگاه خودمون، تو موضع خودمون موندیم، مقاومت کردیم، در آینده نتیجهشو برداشت میکنیم. ولی اگر کوتاه اومدیم و پراکنده شدیم و رفتیم و هرچی اونا گفتن انجام دادیم، همین آش و همین کاسه مطمئن باشیم تا قیامت ادامه پیدا میکنه. بفرمایید آقای مانی. مرسی. من با اجازهتون میخوام یه مثال بزنم. مثلا فرض کنیم ما داریم خاطرات جنگ رو مینویسیم. من میخوام از طرفی اون طرف رو مد نظر قرار بدم. اون طرف جمهوری اسلامیه و همه میدونیم که یک رژیم ایدئولوژیکه. یعنی میخواد اون چیزی که توی ذهنشه و اون دنیای مجازی که ساخته به بهترین شکل باشه. یعنی شما اگر یک ذره پاتون چپ و راست بذارید، مطمئنن دارید از اون دنیا خارج. مسلماً دارید از اون دنیا خارج میشید و خود به خود توقیف میشید. من میخوام مثلا یه مثال براتون بزنم. فرض کنید دارید تاریخچه جنگ رو مینویسید و راجع به دفاع مقدس دارید صحبت ها میکنید. یک نویسنده هست و حالا یه کتاب فوق‌العاده راجع به دفاع مقدس نوشتید. حالا یه گوشه‌ای نوشتید که آره رزمنده ها مثلا توی سنگر، مثلا دارم میگم، حالا یه مثاله، توی یه سنگر داشتم ورق بازی میکردن که من رفتم رسیدم بهشون گفتم بچه ها حاجی مثلا فلان کار کرد. خب مطمئنن این کلمه یه ورق بازی کردن اگر توی کتاب بیاد مطمئنن باید حذف بشه، چون 100% مخالف اون ایدئولوژی. حالا یک نفر که هنرمنده و واقعا دوست داره، حالا این حالا دارم میگم اصلا کلن تعصبی نگاه نکنیم،
خیلی از هنرمندای ما صرفا، من اینو معتقدم، واقعا خیلی از هنرمندای ما رو جنگ ساخت، دقیقا جنگ تحمیلی ساخت. اون شرایط سخت واقعا خیلی از هنرمندامون رو شکل داد. حالا یک هنرمند واقعا میخواد این کتاب رو منتشر بکنه، از طرفی مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. شما هنرمند میای اون یک جمله رو حذف بکنید، اون واقعیتی که دارم میگم، مثلا فرض کنید یک واقعیتی که توی ذهنتونه، یا نه اصلا کلا یه چیز مجازی توی ذهنتونه، میای اون رو حذف بکنید که بقیه کتاب چاپ بشه، یا نه میگی نه من میخوام این باشه، یا این جمله باشه یا نباشه. همونطوری که خانم احمدی پور گفت، بیایم باید یه جورایی تقریبا، البته هم خانم دژم گفت هم خانم بیژنی، دقیقا همه به این موضوع اشاره کردن. اونم اینه که بعضیا هستن اصلا کلا رسالتشون اینه که بخوان نقد کنن، بخوان این رژیم رو زیر سوال ببرن، و خب این آدم دیگه حالا اگر بخواد از اون موزش بیاد پایین دیگه، یعنی حرفی برای گفتن نداره دیگه، چیزی برای گفتن نداره. اما یه عده دیگه هستن نه، اینها یه سری صحبتهای دیگه دارن، وسط صحبتهاشون حالا یه سری نقدایی میشه، مثلا همون یک جمله یک بیتی که خانم بیژندی فرمودن، وسط کار اون صحبت ها میشه. اینا باید روی همون یک جمله یک بیت پافشاری بکنن و واقعا عاقبتش این میشه که کل اثرشون چاپ نشه. شما خانم دژم فرمودید که همه بیان پافشاری بکنن، باز من دوباره اون سوال قبلیمو تکرار میکنم، آیا جمهوری اسلامی این دغدغه رو داره؟ اصلا براش مهمه؟ واقعا به نظر من نه، اون اصلا کلن هیچ کسی، هنرمندای ببخش واقعا میگم در پیت، هنرمندای در پیت خودشو میاره و به عنوان هنرمندای برتر دقیقا به خورد ملت میده. همونطوری که مگه استاد شجریان کنار نزدن و یه سری آدم های بی خود دیگر رو آوردن، دیگه واقعا کسی بالاتر از استاد شجریان رو داریم؟ اومدن زدن کنار. حالا درسته استاد شجریان انقدر بالا بود که واقعا جمهوری اسلام نمیتونست حسفش کنه، واقعا نمیتونست حسفش کنه، اما از طرف دقیقا این کار میتونه انجام بده، هنرمندان واقعی رو حسف میکنه و با در اختیار داشتن رسانه و کلیه قدرت هایی که داره باعث بولد شدن کسانی که مد نظر خودشه میکنه، نه فقط رسانه. من حالا میخوام اینو بگم، این بحث هنرمندان صرفا رسانه نیست. چرا؟ چون از اون طرف دقیقا یه سری نهادهای قهرامیز، نهادهای امنیتی حالا که با رفتارهای قهرامیز با هنرمندان مخالفت میکنن، برخورد میکنن، هم باز در واقع یه سری مشکلات برای هنرمندان ایجاد میکنه. از یه طرف اجازه نمیده پخش بشن، منتشر بشن، از یه طرف جلوشون رو هم میگیره. با این دوتا رو اگر روی هر هنرمندی بذارین دقیقا کامل خرد میشه اون هنرمند و واقعا دیگه صداش هم به هیچ جایی نمیرسه. باز همونطوری که عرض کردم، یه خورده به این هنرمندا باز انقدر سختگیری نکنین. البته عرض کردم اگر هنرمندی صحبتش کامل اعتراض‌آمیزه بهش حق میدم که و رسالتشه، خب باید همین مسیر رو ادامه بده. من ببخشید خیلی بیشتر از 3 دقیقه حرف زدم میدونم، اما خانم بیژندی گفت که من حرف اون خانومه رو زدم، واقعا خب چیکار کنن؟ من الان یه صحبت، یه سوال از خانم بیژندی دارم، واقعا چیکار کنن؟ واقعا باید سکوت اختیار بکنن، زندان برن؟ دقیقا باید چیکار بکنن؟ این مسئله یه که خیلی از مردم کشورمون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. ببخشید، مرسی. و مرسی از شما. من یه سری چیز آماده کردم بگم، دور پای خانم رو کشیدین وسط، کلا اونا از ذهنم رفت. ولی دو تا مسئله یادم اومد توی توضیحاتتون، یکی در مورد مثالی که زدین خودتون، در یک باب دیگر رو باب بحث دیگه رو باز کردیم متاسفانه آقای مانی، مثال خوبی زدین در مورد جنگ. جا داره که بهتون یادآوری کنم که ما 3 فیلم های اخراجی ها رو داریم، یعنی زاویه کاملا متفاوت به جنگ که تا آن زمان توسط هیچ کس ساخته و پرداخته نشده بود. چه کسی میاد این کارو میکنه؟ سوپاپ جمهوری اسلامی. و حرفتون کاملا قبول دارم که جمهوری اسلامی میاد هنرمندای برجسته خوب و قوی رو میزنه کنار. یه حرفی زدین، آها این یادم اومد، که آیا اصلا جمهوری اسلامی دغدغه هنرمندا رو داره یا نه؟ دقیقاً داره، به خاطر اینکه
همونطور که تا حالا خیلی ما در مورد این موضوع توی کمیته هنر بحث کردیم، هنرمندها جایگاه ویژه‌ای توی ایران دارن و واقعا جمهوری اسلامی میترسه از هنرمندا، از هنرشون، از قلمشون، از دوربینشون، از نگاهشون، از همه چیزشون وحشت داره. پس به خاطر همینه که اصلا داره این فشارها روی هنرمندا وارد میکنه، حالا چه به لحاظ مجوز ساخت فیلم، چه به لحاظ کتاب، به هر لحاظ، به خاطر اینکه هنرمندا واقعا جزء اقشار تاثیرگذار روی جامعه هستن. یکی از کوچکترین دلایلش اینه که آدم‌های زیادی مخاطب این هنرمندا هستن و هنرمند نقش مهمی توی افکار عمومی داره. اگر از یک دیدگاهی پیروی میکنه، مثلا هنرمندی که 2-3 میلیون توی اینستاگرامش فالوور داره، خب ببینید این چه تأثیری میتونه توی جامعه بذاره، حالا هر کدوم از هنرمندها به نوبه خودشون. پس این یه موضوعه. یه موضوع دیگه هستش که هنرمندایی هستن مثل مثل آقای مسعود دهنمکی. این شخص رو همه میشناسیم. این شخص فقط آقای منیر توی جمهوری اسلامی ایران اجازه داره این زاویه از جنگ رو بررسی کنه، یک سری ارزل اوباش رو وارد جبهه کنه و ازشون قهرمان بسازه یا هر چیز دیگه ای. اون زاویه که تا اون زمان هیچکی از جنگ نساخته رو این آدم فقط اجازه داره بسازه و در نهایت هم جمهوری اسلامی پوزش رو بده بگه که ما جامعه آزادی هستیم، ما این اجازه میدیم به هنرمندان رو بیان از این دست فیلم هم بسازن و از این اتفاقای مسخره که دیگه انگار سناریوی لو رفته ایه از سمت جمهوری اسلامی. ببخشید من خیلی حرف زدم خانم ریجندی. ممنونم. من صحبت ها زیاد شد، خدا کنه حرفایی که خودم خواستم بزنم یادم بیاد. خانده جم، این که شما فرمودین با تو موافقم، اما یه چرایی وجود داره. بازم اگر در عمق داستان این فیلم برین، بازم جمهوری اسلامی بولد شده اینجا. بله. یعنی اون ایدئولوژیشون، یعنی خواستن بگن که یه مش ارازل و اوباش به قول خودشون اومدن و ما ببین چه انسانهای صالح و خوبی قهرمان سالی کردن. دقیقا. آره، این باز دوباره بزرگ نمایی خود جمهوری اسلامی بود، برای همین پس بهش مجوز دادن و اینکه حالا خودش حکومتی هست و ایناش بمانن. بعد چیزی که من میخواستم خیلی کوتاه میگم ادامه صحبت قبلیم بگم، نمیگم همشون ولی اکثر هنرمندای معترضی ما همون هنرمندایی بودن که با همون سلیقه ها برخورد شده باشون و زخم خوردن و تا زخم خورده نباشن و تا دغدغه جامعهشون رو و کشورشون رو نداشته باشن، این افراد معترضی نمیشن که نوشته هاشون، چون هدفشون میشه نجات جامعهشون و کشور. پس در نتیجه اینو میگم که ادامه صحبت قبلم بود، اینه که اونایی که دغدغه دارن و زخم خوردن، که میدونیم که اکثر هنرمندای کشور ما این زخمو دارن و خیلی به قول معروف زیرپوستی، حتی ما دیدیم توی پستایی که میذارن توی اینستاگرام، اعتراضایی که میکنن به خیلی چیزا، به هر حال یا توی برنامه مصاحبه‌ای که میشه به یه صورت خیلی حتی شده اشاره‌ای هم اعتراضشون رو میکنن، ولی خب اونایی که دیگه واقعا درد اینو داشتن دیگه الان براشون مسئله کتابشون نیست، مسئله براشون شعرشون نیست، مسئله میشه هدفشون، میشه اون زخمی که خوردن و اون دغدغه‌ای که دارن و میشه اون در واقع رسالتشون که انقدر میرن و به قول شما حالا قربانی یا همون اینکه به حال برای رسیدن به هر چیزی و مخصوصا برای آزادی کشور، من فکر میکنم واقعا تاوان سنگینی هست و بعضیا میپذیرن و این رو با جون و دل قبول میکنن. مرسی، متشکرم. ممنون از شما. آقای پورمند دستتون بالا بود. بله خانم دژم، درود اول خدمت همه دوستان. یه نکته را آقای منیری گفت، من 200% باهاش مخالفم و اون این که شما میگی خب اگه که نقدی نکنه چه فایده ای بره از ایران، اونم که بره منم که برم، خب کی نقد کنه؟
کی بمونه درست کنه اصلا مسئله اینجا خدا پدر تو بیامرده دقیقاً کی بمونه درست کنه. بعد این دقیقاً این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و اتفاقاً هنرمند به طریق خودش، صنعتگر به طریق خودش، بازاری به طریق خودش، دیدیم دیگه تو اعتصابایی که وجود داشت و تو اون همبستگی که وجود داشت بازار تهران تعطیل کرد. بازاریا، بقال و نمیدونم فرش فروش و نمیدونم عمده فروش، اینا تأثیری که میذاره بسیار عمیقه و همونجور که الان خانم بیرجندی گفتن من دستم آوردم پایین، دقیقاً اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم دقیقاً گفتن. این بسیار بسیار مهمه که اینا از این واقعه میخوان جلوگیری کنن که بزرگ نشه و این اتفاق افتاده و این یه گلوله برفی که از رو سر قله سر خورده اومده پایین، دیگه اینا جلودارش نیستن. همین، مرسی که وقت در اختیارم گذاشتید. ممنون از شما، ممنون به خاطر مشارکت. خب دوستان، به توجه به اینکه جلسه‌مون بیشتر از 3 ساعته که ادامه داره، اگر موافق هستین و کسی نکته نظر دیگه به علاوه خانم دژم، ببخشید 2 ساعت 10 ببخشید عذر میخوام 2 ساعت 10 دقیقه گذشته. 2 ساعت و 10 دقیقه ایوا، ببخشید. خیلی عالی. خب پس وقت داریم دوستان، اگه مایلید که در بحث شرکت کنیم میتونیم بحث ادامه بدیم و منتظرم که نظراتتون رو بدونم راجع به این موضوع. بفرمایید آقای منیری، شما که شما خودتون صاحب مایکی، ولی من ترجیح میدم اول خانم احمدی پور بشنوم. بفرمایید. ممنون. و باز هم موضوع جدیدی باز شد، ولی فکر میکنم شاید اگر نقطه نظر من و آقای منیری مقداری میشه گفت بیشتر به هم نزدیک بود، همین فعالیت ما الان داریم میکنیم دقیقا درست ادهی باید بمونن درست کنن از خود گذاریم. خب با همه سختیه که هست که خودم میموندم و میخواستم بجنگم به عنوان یک فردی که ایرانیه، وطنمه، مملکتمه، ولی در نهایت تک تک ما فکر میکنم فهمیدیم نمیشه. انقدری تونسته توی این 40 سال قدرت بگیره، انقدر تونسته استبداد رو بر جامعه حاکم کنن که فکر میکنم آدم های زیادی هم بودن تا الان قربانی شدن، بودن و خواهند بود، ولی میشه گفت نتیجه ای نداشته تا الان. قطعا اونایی که موندن همچنان دارن فعالیت میکنن، پافشاری میکنن. واقعا آدم باید افتخار بکنه، این موضوع انکار نکردنیه، ولی به عنوان یه فرد که خودم خارج هستم و نتونستم کاری بکنم تو مملکت خودم، شاید توی همین بود باشه که از این هنرمندان و حالا هر کسی که داره فعالیتی اعتراضی میکنه انتظاری نمیره که بگی بمونین و بسازین. و این موضوع کوچیکی بود که ممنون از شما. کاملا درست میگی طرفتون، چون دو تا بی‌انصافی این وسط. یکی اولی که به قول شما منی که ایران نیستم وایستم الان بگم نه تو باید بمونی و درست کنی، چون اصلا من تو وظیفه خودم نمیدونم که بخوام به آدم ها بگم که چیکار کنه چیکار نکنه. و دوم این که یه بی‌انصافی دیگه اینه که بگیم این همه سال موندن و جنگیدن هیچی نشد، یکم باز بی‌انصافیه، چون واقعا تغییرات داره به وجود میاد و اگر صبوری کنیم بیشتر از این هم ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه که به نظر من 100% میفته، چون تاریخ اینجوری ثابت کرده. بفرمایید آقای منیری. مرسی. من حالا از اول شروع میکنم یکم، مخصوصا به خاطر اون مخالفت شدید آقای پورمن با من 200%. من میخواستم این رو در واقع مطرح بکنم، بحث سر اعتراضی که فرمودید. خب هنرمند اعتراض بکنه وقتی بهش مجوز داده نشه و دیده نشه، اون وقت چی؟ اون وقت چه تأثیری اون هنرمند میتونه داشته باشه؟ ما اتفاقا فیلم های توقیف شده جناب آقای یادم رفت شیطان وجود ندارد؟ رسول الله جان؟
رسولوف. نه بله بله اسم فیلم دقیقا یادم رفته بود. در میان نه نمیدونم همون شیطان وجود ندارد بود فکر میکنم یه همچه چیزی بود. آره مثلا اون فیلم من الان مثلا مشتاقم بدونم ببینم واقعا چند تن از ایرانی ها اون فیلم رو دیدن و چقدر اون فیلم واقعا فیلم فوق‌العاده زیبایی بود. واقعا فیلم فوق‌العاده زیبایی بود و دوستان اگر دوستان ندیدن حتما این فیلم رو ببینن. فیلم فوق‌العاده زیبایی بود. اما خب میخوام ببینم مثلا چقدر اون توی جامعه مردم توی ایران تأثیر گذاشته. از یه طرف خانم احمدی پور دقیقا اشاره کردن که گفتن که بله حالا به هر حال ما توی ایران نیستیم و نمیتونیم بیرون گود بشینیم و بگیم لنگش کن، اصلا همچه حقی نداریم بگیم. بازم میگم بعد اتفاقا یه موضوع خیلی جالبی این وسط مطرح شد. عذر میخوام من این رو قطع کنم، خیلی صدا میده. مرسی. یه موضوع جالبی مطرح شد، این که تاثیرگذاری هنرمندان داخل کشور چقدره، تاثیرگذاری هنرمندان خارج از کشور چقدره. اتفاقا الان بحثمون داره به اون سمت کشیده میشه تقریبا، این که واقعا هنرمندا حالا توی ایران اونقدر میتونن تاثیر بذارن. منظورم دقیقا تاثیرش روی مردم ایرانه، نه که حالا بقیه مردم جهان، حتی البته میتونه اون تأثیر رو روی بقیه مردم جهان هم داشته باشه، اما این هنرمندان خارج از کشور چقدر میتونن تأثیر بذارن روی مردم ایران، هنرمندان داخل کشور میتونن چقدر میتونن تأثیر بذارن. این شاید یه مقدار بحثمون رو تا یه حدودی حتی جمع بکنه، چون دوباره برمیگردیم به اون نکته که هنرمندایی که نتونستن توی ایران بمونن خب بیان خارج از کشور مثل خود ما و اون وقت بتونن حرفشون رو بزنن. مشتاقم، دوست دارم نظر دوستان رو بدونم. و میشه اول نظر خودتون رو بدونین آقای مانیری؟ من واقعیتش دارم میبینم چطور هنرمندای داخل کشور دارن به قول معروف قلقم میشن و واقعا من قهرمانای واقعی اونا میبینم، یعنی کسانی که داخل ایران هستن و معترض هستن رو قهرمانان واقعی میدونم. اونایی که خارج از کشور ما ها خیالمون راحته، به قول معروف داریم از این دموکراسی استفاده میکنیم و حداقل امنیت رو داریم، اما متاسفانه اون کسایی که داخل ایرانن توی حداقل امنیت و آسایش، چطور بگم، آسایش خاطر، توی حداقل آسایش خاطر دارن سعی میکنن تلاش بکنن برای تغییر ذهنیت مردم ایران، اما متاسفانه از اون طرف دوباره باز میگم صداشون به جایی نمیرسه، چون نه تنها، باز دوباره اون نکته‌ای که اول کار گفتم، چون نه تنها نه مجوز میگیرن نه اجازه پخش میگیرن توقیف میشن، از اون طرف یه برخورد قهرآمیز هم باهاشون میشه. حداقل هنرمندان خارج کشور شاید خب اونا مجوزی ندارن، اونا هم چیزی ندارن که پخش نشه، اما دیگه حداقلش اون برخورد قهرآمیز باهاشون نمیشه و راحت تر میتونن صحبتشون رو بکنن. من معتقدم متاسفانه هنرمندای خارج از کشور میتونن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. اینو عرض کردم متاسفانه. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. مرسی از شما. من نظرم یه چیز دیگه است. به نظر من ما دو تا جامعه داریم، یه جامعه داخلی داریم که توی اون هنرمندان ایرانی، هنرمندانی که در واقع داخل ایران هستن تأثیر بیشتری میذارن و تا الان هم گذاشتن، یه جامعه جهانی داریم که به نظر من اینجا هنرمندان خارج از ایران میتونن خوب مانور بدن توی بحث اینکه داخل ایران چه اتفاقی داره میفته، چون واقعا خیلی از مردم دنیا که نمیدونن واقعیت داخلی ایران چیه. پس اینجا وظیفه من هنرمند خارج از ایرانه که به جامعه جهانی آگاهی بدم که آقا وضعیت واقعی داخل ایران اینه. اما اینکه هنرمند داخل ایران چه کاری میتونه انجام بده، اون به نظرم به قول آقای منیری قهرمان اصلی اونان که توی اون وضعیت سخت، اون شرایط اسفناک، از دارن همون کاریو میکنن که قلبشون بهش میگه درسته و برای کشورشون دارن انجام میدن در واقع.
دوستان جواب آقای منیری رو لطفاً بدید. آقای پورمن بفرمایید. جناب پورمن مایکتون بسته است. آقای منیری عزیز، من با شما مخالفتی ندارم، شما عزیز دل منی، من با نظرت مشکل داشتم. این نکته اول. نکته دوم، راجع به سوالی که الان شما مطرح کردید، راجع به این که به اصطلاح هنرمندای داخل کشور یا خارج از کشور که حالا تاثیرگذاری کدومشون بیشتره، به طبع همونجور که خانم دژم هم گفتن تاثیرگذار هستن هر دو گروه، اما به نظر من کسایی که داخل کشور هستن به خاطر فشار و به خاطر موقعیت فیزیکالی که توش قرار دارن، از لحاظ جامعه‌ای که الان توش هستن، دقیقاً آنلاین میدونه همسایه چی کار داره میکنه، چه فشاری روشه، خودش مجبوره گرون بخره، اینا اگر یک کلمه حرف میزنه تاثیرگذاریش به نظر من به مراتب خیلی بیشتر از یه نفریه که حالا به قول معروف میگه شما توی فستیوال جهانی میاد و یه متن رو در میاره و میخونه. و من یه تکیه از صحبت خانم دژم هم گفتن که آره میاد مثلا میگه و مردم دنیا آگاه میشن که توی ایران چه خبره. شما یه نفر رو که بجز اونایی که حالا توی بحث یه مقدار حقوق بشری دارن فعالیت میکنن، یک کم کی علاقه داره بدونه چه میدونم تو چچن چه خبره؟ چچن که همینجاستی، هیچ کس علاقه نداره بدونه تو ایران چه خبره. و اینا یه مقداری هم بهتون میگم، من نظر شخصی میگه که اگه بخوام درصد بدم از 0 تا 100، 70 80 درصد هنرمند داخل ایران میتونه تأثیر گذار باشه و هلوش 20 درصد هم هنرمند خارج از کشور. این چیزی بود که من میدم و میدونم. در خدمتتون هستم. ممنونم شما. بله واقعا نقش هنرمندان داخلی تو این شرایط سخت رو نمیشه منکر شد. امیدواریم که روز شرایطی پیش بیاد که همه آزادانه بتونن اول از همه زندگی کنن، امرار معاش کنن و بعد از توانایی هاشون استفاده کنن واقعا. چون الان ما داریم هنرمندان زیادی که متاسفانه به هزار یک دلیل که یکیش فقط میتونه اداره فرهنگ و ارشاد باشه نمیتونن درست یه زندگی عادی نرمال داشته باشن. نمیدونم عالی. آقای مانیری سوال دیگه مطرح نمی کنید؟ خیلی عالی. پس من با اجازه یه جمع‌بندی بکنم جلسه امروز رو و اگر موافق باشید که گویا هستین چون کسی دستش بلند نیست پایان جلسه رو. بحث آزاد امروزمون در مورد حق آزادی قلم، نشر کتب و اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که ممنون از دوستانی که توی این بحث مشارکت کردن، نقطه نظرهاشون رو گفتن و ما رو همراهی کردن. از موضوعاتی که بهش برخورد شد، یک رسالت هنرمند بود، اهدافی که در پی میگیره و به خاطر اون ممکنه به زندان بره، کتابش، کتاب داستان شعرش و هر چیز دیگه اجازه نشر نگیره و دوستانی موافق این موضوع بودن که میشه کمی از موضع پایین اومد و به هنرمندان سخت نگیریم. در ساعت 20:23 من پایان جلسه کانون دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام می‌کنم. مرسی از تک تک شما عزیزان که شرکت کردین توی این جلسه، وقت گذاشتین و مشارکت کردین. عصر شب روزتون بخیر باشه. ممنونم.